با درود خدمت شما بزرگواران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امشب در مورد مسائلی که در منطقه داره رخ میده میخوام خدمتتون مسائلی رو صحبت کنیم، همزمان در خدمت دوستان در تلگرام هم هستیم، در یوتیوب و تلگرام و اینستاگرام همزمان لایو رو برگزار خواهیم کرد. امیدوارم که بتونیم یک بر صورت گفتگوی مثبتی رو در راستای آگاهی انجام بدیم. چند لحظه ای تأمل میکنیم تا دوستان هم به ما بپیوندن و بر صورت بعد لایو رو آغاز خواهیم کرد. بر صورت همونطور که سلامی هم عرض میکنیم به دوستان در تلگرام، ما همزمان در اینستاگرام و یوتیوب هم رو ایر هستیم و در صورت امیدواریم که بتونیم یک گفتگوی ارزنده ای رو خدمت شما ارائه بدیم و ماحصلش یک بحث مفیدی باشه. برای همین چند لحظه تأمل میکنیم تا تمامی دوستان به ما بپیوندن. امشب در مورد مسائل منطقه به خصوص تحولاتی که در لبنان در حال رقم خوردن هست میخواستیم به اونها اشاره کنیم. ما از 7 اکتبر منتظر این بازی بودیم و خیلی ها ما رو متوهم میدونستن. ما گفتیم جریان های بر صورت مقاومتی و افراطی باید به دست همدیگه پاکسازی بشن و این بازی بر صورت از 7 اکتبر با حمله حماس رقم خورد. امشب در این موضوع صحبت خواهیم کرد، ولی ابتدا پاسخ خواهیم داد به سوالات دوستان و چند دقیقه تأمل خواهیم کرد که دوستان هم به جمع ما بپیوندن. اگر سوالی هست دوستان در یوتیوب و اینستاگرام میتونن کامنت بذارن، در تلگرام هم میکروفونشون رو باز میکنیم که بتونن در مورد سوالاتشون بر صورت پاسخ مناسبی رو بشنون. سلام، خسته نباشید. ممنون از وقتی که میذارید و برگزاری لایو هایی که هست. امیدوارم حال خوب باشه. من سوالی که توی ذهنم هست به چندی بار خواستم بپرسم، ولی موضوعات متفاوت بود نمیتونستم بپرسم، ولی این سری میخوام بپرسم. اصلا ربطی به این موضوع لبنان نداره و درگیری های منطقه، بیشتر رو دلار من یه خود وسواس شدم، حساس شدم، به خاطر اینکه خاطرم هست من از خود شما پرسیده بودم این موضوع دلار که و میگن با کله میخواد سقوط بکنه و دلایل مختلفی داره و تعداد آدم ها و تحلیلگرهایی که میگفتن این دلار با کله سقوط میکنه خب زیاد میگن و از اسفند گذشته هی یک ماه همه تاخیر انداختن توی تحلیلاشون، یعنی که گفتن که فلان تاریخ. ما الان میبینیم که وارد مرداد شدیم و باز اون تحلیل ها به واقعیت نپیوسته و آینده دلار چقدر طول میکشه تا بیاد پایین؟ چقدر دیگه تو این بازی نوسان هستیم؟ ممنون از شما. ببینید در مورد دلار ما در اکثر لایف ها خدمتتون صحبت کردیم. ما گفتیم دلار سقوط نخواهد کرد، سقوط آنچنانی که با کله مثلا بعضا شنیده بودیم به 20,000 تومان هم در موردش صحبت کردن، ولی ما گفتیم دلار در سال 1403 ثابت خواهد شد و بین کانال 40,000 تومان، یعنی کانال 40 تومان، یعنی بین 45 تا 49 تا 50,000 ثابت خواهد شد و دلایلش هم گفتیم و این رو هم از آخر شهریور خدمتتون گفتیم که این بازار نزولی خواهد شد. ما تصورمون این بودش که با تغییر و تحولاتی که سریع بعد از مرگ رئیسی رو خواهد داد، این ریزش قیمت بر صورت حبابی که الان هست شروع خواهد شد، ولی منظور ما از ریزش قیمت نرمال هست، یعنی بین 48 تا 51 ماکسیموم دلار، بیشتر از اینها پایین نخواهد آمد. من نمیدونم حالا چه کسانی بر این باور بودن که دلار ریز کله سقوط خواهد کرد. خیر، ما یه ثباتی رو خواهیم داشت در نرخ ارز و الان هم اگر دقت کنیم نرخ بر صورت بانک مرکزی، نرخ نیمایی یواش یواش اینا دارن به نرخ با هم نزدیک میشن و دلار با کله سقوط نخواهد کرد، ولی نرخش ثابت خواهد شد و در 1403 این رو لمس خواهیم کرد.
گفتم کانالی هم که هستش، حالا ما طبق برآورد هایی که کردیم بین 43 44 تا 50 51 ماکسیموم قیمت دلار ثابت خواهد شد، ولی با قوانینی که وضع میکنن تقاضای دلار رو در بازار تعدیل میدن. یعنی شما اگر به ما رو وارد کننده ای، صادر کننده ای برای مواد اولیه میخوای وارد کنی، تمام این نیازات رو به واسطه یک کارت بازرگانی یا به واسطه شرکت هایی که بر صورت باید تأسیس کنید دریافت میکنی و اون مایحتاج اضافی هم بر صورت از بازار حذف میشه، چون به خاطر ایجاد تورم و به خاطر مشکلات و این دنگ و فنگ هایی که ایجاد میشن خیلی از ها دیگه اصلا تلاشی نمیشه که برای اینشون بتونن خیلی از اقلام رو مثلا برای با ارز آزاد وارد کنن. برای همین تقاضا ارز کم میشه و شما موظف هستی ارزی که میخوای رو از بانک مرکزی و از دولت بگیری. این هم از اواخر شهریور شما خواهید دید، این هم ریزش تقریبا که گفتش مثلا دلار میخواد بشه 20 تومن 30 تومن، اینها یک توهمه. دلار در داخل ایران گفتیم بین 45 تا 50 51 ثابت میشه، این هم توی پاییز بهش نزدیک خواهیم شد. البته تو قبل از اینکه رئیسی ساقط بشه هلیکوپترش تا 55,000 تومن هم پایین اومد، ولی خب الان هم این سودها رو از فرایندهایی که دارن استفاده میکنن رو به علت نبود حاکمیت واحد و این بازی دلال هاست. مادامی که این ثبات در کشور، ثبات قدرت در کشور مستحکم بشه، این بازی دلال ها هم یواش یواش حذف میشه. ممنون از جوابی که دادید، متشکرم. خب دلار 62,000 تومانی تا 45,000 تومانی شیب تندیه. حالا از نظر من که حالا سواد کمی هم دارم، اما با کله اومد پایین حساب میشه. ولی ممنون از توضیحاتتون. و سوال دیگه این که آیا امکان داره این بازی دلار بیشتر طول بکشه و رشد بیشتری داشته باشه و شوک دیگه ای رو برای ما رقم بزنه یا نه؟ ببینید، مهمترین المانی که در بازار حاک فرماست وضعیت ذهنیت جامعه است. یعنی وضعیت روانی جامعه میتونه تأثیر بسزایی در اقتصاد بگذاره. خیلی ها بر این باور هستن با آمدن ترامپ وضعیت ایران دوباره به قبل باز خواهد گشت و دلار به بالای 100,000 تومان باز خواهد گشت. به هر صورت این ذهنیتیه که جامعه داره و ترس از دست دادن باعث شده که خیلی از به حال فعالان اقتصادی، خیلی از مردم نه خرید کنن نه فروش کنن. برای همین این ثباتی که در بازار حاکم شده و این رکودی که در بازار هست باعث شده خیلی ها، مثلا کسی که ارز خانگی دارن، منتظر هستن تا مثلا آذر ماه که انتخابات امریکا برگزار بشه و فکر میکنن که دلار به 75 80 یا بالای 100,000 تومان خواهد رفت، که این یک توهمی بیش نیست. حتی اگر هم با احتمال بسیار پایین ترامپ رئیس جمهور امریکا بشه، وضعیت سیاسی و اقتصادی امریکا به گونه ای خواهد بودش که نمیتواند تأثیر بسزایی در بازار ایران بگذارد. شاید موقتا یک تنشی رو ایجاد کنه، یک برسان نارامی رو در بازار ایجاد کنه، ولی نهایتا این بازی هستش که در سطح جهانی رقم خورده و باید به آرامش برسه. اگر شما دقت کنید 65% از درآمدهایی که دولت باید کسب کنه از مالیات هست و برسان شما اگر فعال اقتصادی باشی میدونید که تا زمان یکی از المانهای ثبات اقتصادی نرخ ارزه. در ارزی که ثابت باشه مردم میتونن کار کنن و مالیات بدن، ولی فعلا به واسطه این اخبار بازار رو راکت نگه داشتن. دم بازار همین، بازار ملک عملا برای رکود مطلقی هستش، در بازارها خرید و فروش هم نمیشه و همه منتظر هستن و کسانی برنده خواهند شدش که واقعیت ها رو بدونن و قدم درستی بردارن، چون هر روز که ما جلو میریم تورم بیشتر و بیشتر میشه و مالیات ها داره بیشتر میشه. حالا یک زمانی به اسم تورم بود، ولی در واقعیت الان در ظاهر تورم رو دارن اینا کاهشی میکنن، نسبت به قبل کاهش پیدا کرده و مالیات میگیرن. این دقیقا کشورهای اروپایی، خیلی از کشورهای اروپایی تا قبل از کرونا اصلا چیزی به نام تورم نبود، تورم منفی بود، ولی مالیات ها افزایش پیدا میکرد. در داخل ایران هم همینطوره. یعنی شما به قدری مالیات ها اضافه خواهد شد، اما اصلا مالیات هایی که تا حالا تجربه نکردیم باعث خواهد شد هزینه های زندگی بره بالا و کسانی که
به حال موفق هستن و میتونن یه زندگیشون و کیفیت زندگیشون رو حفظ کنن که بتونن درآمدزایی داشته باشن و در این توهم فکر نکنن که فقط اندوختهشون رو حفظ کنن که از دست نره. همونطوری که ما نیازمند این هستیم که مقداری فکر کنیم که سرمایه‌مون رو چگونه حفظ کنیم یه تورم بهش آسیب نرسه، مهم اینه که چگونه درآمدزایی کنیم. چون وقتی شما درآمدتون نسبت به برسال هزینه هاتون بالا نره، ناخودآگاه موظف هستین تمام اون نقدینگی و اون سرمایه‌ای که پس انداز کردین رو بفروشین. برای این موضوع هستش میگم بعد به دو طرف دقت کنیم و نرخ ارز هم باید ثابت بشه، چون به ایران قرار وارد عرصه جهانی بشه، فعالیت اقتصادی برسال بهبود پیدا کنه و مهمترین المانش هم ثبات نرخ ارز هستش. و من بعید میدونم دیگه ما برگردیم به دورانی که نرخ ارز یهو جهش میکرد و از این سو به آن سو میرفت. این بازی ها دیگه دورانش تمام شده. ممنونم ازتون، خیلی جامع و کامل بود، متشکرم. ببینید دوستان در اینستاگرام در مورد نرخ بنزین پرسیدن. به من فکر کنم اینترنت مقداری ضعیف هست، خیلی از دوستان نمیتونن کانکت بشن. نرخ بنزین هم چه خوشمان بیاید چه بدمان بیاید به صورت پلکانی افزایش خواهد داشت. ما تا 30 لیتر یک قیمتی خواهد بود، بالای 30 لیتر تا 60 لیتر یک قیمتی، 60 لیتر تا 100 لیتر همینطوری پلکانی خواهد شد و به گونه‌ای خواهد رفتش که شاید نرخ بنزین تا 20 تا 22 هزار تومان هم رشد کنه. ولی این بر اساس یک ضوابطی انجام خواهد شدش، همینطوری که برای برق و گاز و آب هم چنین چیزی رو بر اساس در نظر گرفتن. قیمت انرژی در داخل ایران باید واقعی بشه و این اتفاقیه که فرق نمی کنه چه هر نوع دولت و حاکمیتی که رأس کار باشه باید این قیمت رو واقعی بر صورت واقعیش کنه. نمی شود که ما قدیم تا 10-12 سال پیش اصلا نرخ آب و برق و گاز رو کسی حساب نمی کرد جزء هزینه زندگیش، ولی الان قشنگ جزء یکی از هزینه ها شده و سال دیگه قشنگ هزینه ها محتملا تا 10 برابر قیمت گاز و آب و برق افزایش پیدا خواهد کرد و اون رو هم به صورت پلکانی ایجاد خواهند کرد و به شما اسمس رو میدهند که شما مصرف کننده به حال پرخطر هستی یا زیاد مصرف میکنی. به هر صورت نرخ انرژی باید افزایش پیدا کنه. این یک بازی در سطح جهان، قبلا هم خدمتون گفتیم این دوران کربن محوری در حال عبور هستیم. ما باید یاد بگیریم که این نوع زندگی رو تجربه کنیم، زندگی که باید برق رو صرفه جویی کنیم، گاز رو صرفه جویی کنیم، آب رو صرفه جویی کنیم، نه به خاطر اینکه تمام میشود، به خاطر اینکه انقدر قیمتش فضایی خواهد شد مردم توانش رو ندارن. دیگه کسانی که مثلا تو خونه 200-300 متری زندگی میکنن برای گرم کردن و سرد کردن مثلا الان 700-800 تومن تا 1 میلیون میدن، باید 10 میلیون 11 میلیون بدن. برای همین قیمت ملک هایی هم که متراژ بالا داره یواش یواش بر صورت راکت میشه. در ایران قیمت انرژی ارزان بود و این ارزان بودن انرژی باعث شده بودش که یک سری ها همین طوری مصرف کنن. ولی در این بازی جدید که شروع شده و ادامه خواهد داد، این ادامه خواهد یافت، انرژی هم گران خواهد شده بود، همونطوری که به حال مالیات ها بهینه شد و ساختار مالیاتی ایران بعد از چند صد سال بعد از که مورگان شوستر به ایران آمد تا الان ساختار مالیاتی ایران رو تغییر دادن، ساختار انرژی و فرهنگ انرژی در داخل ایران هم تغییر خواهند داد. دوستان در این در تلگرام اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که بریم سر موضوع اصلی. بود یه مسئله هم هستش بخواستم اینجا یک بار دیگه خدمتون عرض کنم. ببینید خیلی ها سوال میکنن بهترین شغل چیه، چه کاری باید کرد، چه سرمایه گذاری باید بکنیم. ببینید دوستان بر اساس دانش شما، بر اساس جغرافیای شما، بر اساس سلیقه شما، بر اساس موقعیت اجتماعی شما ادوایس ها فرق میکنه. شما نمیتونید برای یک نسخه رو برای همه بپیچین و کسانی که این کار رو میکنن یک آدم های شارلاتان یا آدم های نادانی هستن. کسی که تحصیلاتش، نوع زندگیش، اولویت هاش یک بگونه دیگه هست رو نمیشه در قالب یک نسخه برای کسی دیگه هم پیچید. برای همین موضوع هستش اگر
واقعا نیازمند اطلاعات دقیق هستیم، باید اطلاعات دقیقی از زندگیتون، از اولویتاتون بدین. نمی شود گفت چه شغل های خوب است، چه شغل های بد است. همه اینها تقریبیه و بر اساس موقعیت افراد تغییر میکنه، ولی خب یه سری کلیات هستش در مورد مشاغل. خیلی از مشاغل از بین میرن، مثل انقلاب های صنعتی سوم و دوم که رخ داد، خیلی شغل ها از بین رفت. در انقلاب به صورت اینترنت هم که به واسطه هوش مصنوعی به صورت نبوغ جدیدی پیدا کرده و در حال گسترش پیدا کردن است، خیلی از شغل ها از بین خواهد رفت و کلا شغل هایی که با تخصص و به تخصص و دانش دانشگاهی نیاز داره در آینده حذف میشن. یعنی کسانی که از الان به فکر این هستن که دانشگاه برن بر صورت بتونن در این مارکت فعال باشن، به نظر من اینها وقتشون رو به بتالت میگذارن، چون عملا سرعت و بر صورت ابداعی که در فضای مجازی در حال رخ دادن هست و هوش مصنوعی هست، این قدرت رو به شما میده که هر دانشی رو که بخواهین بتوانی خیلی سریعتر در محل جایی که زندگی میکنید با کنار یوتیوب، در کنار اینترنت به دست بیارید. و خیلی از شغلها حتی مثل پزشکای عمومی یواش یواش کنار گذاشته خواهند شد. مثلا یواش یواش میگم تو یک دهه کنار خواهند رفتش. برای این موضوع باید نگاه بکنید بر جغرافیایی که زندگی میکنید و اون اولویت هایی که دارین، باید ببینید چه تصمیمی میتونید بگیرید و آیا شغل شما، وضعیت اجتماعی شما اجازه میدهد از اون بافت فرهنگی قدیمی که دارین جدا بشین. خب خیلی ها نمیتوانن از اون دنیا جدا شن، یعنی خیلی ها رو من میبینم صحبت که میکنم میگم آقا این شغل شما از بین خواهد رفت، ولی باور نمیتونن بکنن. خب یه سری دلال ملکن، یه سری دلال ماشین هستن، یه سری تو کار خرید و فروش ارز و تتر و اتریوم و ارزهای دیجیتال هستن. اینها شغل هایی هستش که به زودی از بین خواهد رفت، یعنی طی این 10 سال آینده از بین خواهد رفتش. ولی خب شغل هایی که مبتنی بر نیروی جسمی هست، توانایی بدنی میخواد، اینها نه، اینها در مصونیت هستن و فعلا تا سال 2050 هوش مصنوعی و ربات ها توانایی انجام این کارها رو ندارن. ولی خب در این فرهنگی که به حال باید عبور کنیم از دوران کربن محوری، خیلی از مشاغل حذف میشن، مشاغل جدیدی میاد و باید ببینید که شما آیا کارتون مبتنی بر این نظم نوین میتونه سوداوری داشته باشه یا خیر. برای همین خیلی از دوستان که سوال میکنن، ما نمیتونیم نسخه کلی رو به همه شما ارائه بدیم، چون واقعا کار خطایی هستش. آخرین سوالم پاسخ میدم. دوستان فرمودن به نظر شما قیمت خودرو چجوری میشه با اینکه واردات لغو میشه؟ آیا دوره میرسه که ما بتوانیم نماینده خود ایران خودرو مثلا یا شرکت های دیگه خودرو بخریم؟ ببینید، خودرو در داخل ایران دو سال آینده به گونه‌ای خواهد شدش که به شما التماس میکنن که بیاین خودرو رو لیزینگ کنید. این واقعیت، اینا فعلا ملت ایران تشنه هستن و این حجمی که مردم نگران خودرو هستن، چون به خاطر اون فرهنگ و به خاطر اون پرستیژ اجتماعی که ماشین یا خودرو برای آدم ها میاره، خیلی درگیر این مسائل هستن که خودرو بخریم. ولی به قدری وضعیت گران خواهد شد، سوخت گران خواهد شد، استفاده از وسایل نقلیه عمومی مرغوم به صرفه خواهد بود و حتی مثلا الان خیلی از کشورها ماشین خود قیمتش ارزونه، ولی به خاطر اینکه خب مصرف انرژی بالایی دارن و اصلا معقولیتی ندارن، خیلی استفاده نمی‌کنن. برای همین با این جنریشنی که داره تغییر می‌کنه و داریم می‌ریم به سمت خودروهای هیبرید و برقی، این ذهنیت رو از خودرو دور کنیم. میدونم چندین سال ما محدود هستیم، خودرو گرونه و جزء فرهنگ هر خانواده‌ای هستش که ماشینش رو عوض کنه، درگیری ماشین هست. ولی باور کنید دو سه سال آینده این فرهنگ رو مجبوریم، چه بخوایم چه نخواهیم، باید عوضش کنیم. علاوه بر این که به صورت معقولیت نداره و هزینه ها و مالیات های خرید و فروش خودرو گران تمام خواهد شد با بالا رفتن قیمت انرژی و به صورت استفاده ای که میشه از حمل و نقل عمومی کرد، و نهایتا این رو توجه داشته باشه، مالیات بر کربن به گونه ای وضع خواهد شدش که شما باید یک محدوده ای رو بر خود در نظر بگیرید و بیش از اون اگر سوخت مصرف کنی، انرژی مصرف کنی، باید مالیات بیشتری بدین. یعنی صورت پلکانی که گفتن در مورد برق و گاز روی مالیات کربن هم هست. ولی جامعه ما هنوز آماده نیست.
این دوران جدیدی که الان با پزشکی ما داریم تجربه میکنیم یه دوران انتقال هست برای رفتن به اون نظم جدید، یعنی یک آرامش نسبی، یک تغییر و تحولات بنیادی در ساختار اقتصادی و فرهنگی مردم و ما باید عادت کنیم. من الان امروز شما رو شاید درک کنم، ولی من دارم چیزایی که به شما میگم حداقل برای 3-4 سال آینده است. الان مسائل سیاسی ایران ما دو سال نیم پیش در موردش صحبت کردیم، الان هم که دارم به شما میگم در مورد 2-3 سال آینده بهتون میگم، ولی به هر حال اگر پاسخ سوال شما رو بخوام بدم دقیقا اینطوری میشه. خیلی از شرکت های ماشین سازی میان در داخل رو نمایندگی میزنن و شما میتونید ماشینتون رو حتی با قسطی خرید کنید، ولی الان از ذهن ایرانی جماعت به دوره، چون ماشین آشغال رو صف کشیده براش خریده، ماشین 2010 2011 13 14 سال گذشته رو به قیمت ماشین 2024 داره سوار میشه و براش فهمش سخته، ولی این اتفاق خواهد افتاد. نمونه واضحش هم در جهان هست که بعد از تغییر تحولات این رو خواهد داد، ولی کسانی میتونن از این استفاده بکنن که بتونن درآمد داشته باشن. شما ماشین 1600 به بالا سوارشی مالیات بیشتری باید بدی، ماشین زیر 1300 سوار بشی مالیات کمتری باید بدی. اینها هستش که باید به این مسائل توجه کنی. برای همین اصلا به نظر من به این ماشین ها توجه نکنیم. یه زمانی ما گفتیم آقا خودروی چینی دارید بفروشید، به خاطر اینکه به اساس خودروها از اواسط آبان ماه وارد ایران میشه، الان هم خودروها آمده و این باعث خواهد شد خیلی قیمت خودرو ریزش کنه، چون ما واقعیت همخوانی نداره. خب پایزه دوستان برگردیم به موضوع اصلی که میدونم اینترنت بچه ها ضعیفه، وی پی ان خودمونم خوب کار نمیکنه، برسه گشتیم وی پی ان پیدا کردیم، لایو رو سیو میکنم. ما تلاش میکنیم که فقط لایو برگزار کنیم که اگر دوستان سوالی داشتن بپرسن در لایو پاسخ بدیم. در مورد قضیه لبنان هم باید به این قضیه توجه کنیم. این بازی از 7 اکتبر یعنی از مهر ماه سال گذشته برنامه ریزی شده و این اتفاق باید بیفته. ما گفتیم که جریان مقاومت در منطقه باید حذف بشه. گلوبالیسم جهانی زمانی بر اساس نیاز خود و هدف خودش جریان های افراطی شیعی سنی رو در منطقه به عنوان اسم محور مقاومت ایجاد کردش، ولی از سال 2020 یواش یواش اینها شروع کردن به تضعیف شدن و حذف شدن. مهمترین نقطه عطفش هم که شروع شد حذف قاسم سلیمانی بودش که این تشکل ها رو یواش یواش تضعیف کرد و الان به گونه ای شده که امروز بشار اسد با اردوغان، با بحرین، با عربستان گفتگو میکنه، بر صورت روابطش رو برقرار کرده و اسرائیل و امریکا تمام محور مقاومت در عراق و سوریه و حتی یمن رو هم زیر رگبار آتش خودشون گرفتن. تنها بازی که مانده بود و گفتیم جریان حزب الله هستش که اون هم نه برای رأس سران حزب الله، بازی اینها بازیگر هستن، اینها در رأس بازی مهره های اصلی میدانن که اینها بازیچه هستن. حزب الله میداند که به واسطه حمایت گلوبالیسم جهانی قدرت گرفت، محبوب شد، وگرنه اگر اینها میخواستن طی این 43-44 سال به راحتی میتونستن منافذی که حزب الله بر صورت رشد پیدا میکنه رو بر صورت ببندن، ولی نهایتا این اتفاق رخ نداد. زمان لازم بود که جریان گلوبالیست جلوی افراطی‌گری اسرائیل رو بگیره و امروز هم میبینید که الان جریانی که اینا به عنوان محور مقاومت، این تفکر برژینسکی بود، هلال شیعی میخواست درست کنه و نهایتا رفت به سمت محور مقاومت، امروز در سوریه، لبنان و برصورت فلسطین یک سد راهی بود برای افراطی‌گری جریان‌های یهودی در داخل اسرائیل. و با 7 اکتبر که خیلی از سران حماس هم از اون اطلاع نداشتن و اتفاق افتاد، دقیقا همون اتفاق دیشب افتاد و حزب الله با حمله برصورت موشکی که انجام داد به یکی از شهرها در اسرائیل باعث شد که 11 تا کودک کشته بشه. خیلی از جریان ها اومدن تکذیب کردن که گفتن این موشک مال ما نبوده و خود پدافند گنبد آهنین، موشک پدافند گنبد آهنین برخورد کرده، ولی نهایتا زمانی که نتانیاهو داشت در کنگره امریکا صحبت میکرد ما گفتیم که مجوز حمله نتانیاهو به لبنان
توسط امریکا صادر شده. چرا؟ اینها نیازمند پاکسازی منطقه هستند و همزمان که جنگ آغاز خواهد شد، حالا این تا شهریور ماه، ما گفتیم حداکثر تا شهریور ماه این جنگ شروع خواهد شد، همزمان با تضعیف جریان افراطی نتانیاهو، جریان حزب الله هم حذف خواهد شد و از عرصه سیاسی منطقه خداحافظی خواهد کرد. یا مثل همین سپاه قدس می‌بینیم که با آمدن قاآنی عملا اون نفوذی رو که سلیمانی داشت رو دیگر نخواهد داشت، تبدیل میشه به یک گروه سیاسی در داخل لبنان و این بازی مقاومت تموم میشه و همزمان باعث میشه به خاطر اون هزینه های جنگی که و اون زخمی ها و اون کشته ها و اون مصیبت هایی که برای مردم اسرائیل به همراه خواهد داشت این جنگ، فشار باعث میشه که نتانیاهو هم کنار گذاشته بشه. ولی خب به هر صورت این بازی از قبل پیش بینی شده بود، منتظرش بودیم. دوستانی که از قبل ما رو همراهی میکنن به یاد دارن که در این مورد صحبت کرده بودیم و گفتیم که این اتفاق بدون برو برگرد رقم خواهد شد و باید تنها مهره ماندگار از جریان مقاومت یعنی حسن نصرالله هم بر صورت حذف بشه. حالا حذف حسن نصرالله اگر انقدر ارزش داشته باشه که بتواند جریان حزب لیکود و نتانیاهو رو هم حذف کنه، حتما این بازی رقم خواهد خورد و این رو باید به یاد داشته باشیم. ما قبل از اینکه انتخابات به دور دوم کشیده بشه گفتیم که اگر پزشکیان رئیس جمهور بشه، کاتالیزور بر صورت تشکیل دولت پزشکیان می شود شروع جنگ توسط حزب الله علیه اسرائیل. ولی اگر به احتمال بسیار کم جلیلی از صندوق بیرون بیاد که همیشه می گفتیم 5%، این اسرائیل هستش که برای بر صورت کمک کردن به نیروهای داخلی خودش هم و تیم جلیلی و به حال نوچه های مصباحی یزدی حمله خواهد کرد به حزب الله. الان هم اگر دقت کنید دقیقا در روز تنفیذ، در شب تنفیذ ریاست جمهوری، حزب الله حمله میکنه و بر صورت باعث 11 تا کشته رقم خواهد خورد. و امروز خیلی از رسانه های ایران هم به این مسئله نپرداخته بودن و مراسم تنفیذ رو پوشش دادن. ولی خب دقیقا الان کابینه جنگ، الان طبق آخرین خبرهایی هم که در حال رصد کردنش هستیم، کابینه جنگ اسرائیل بر صورت تشکیل شده و به احتمال زیاد حمله صورت خواهد گرفت. حالا گستردگی حمله به چه مقداری باشه زیاد هنوز مشخص نیستش، ولی دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. جریان حزب الله حذف و تضعیف و خیلی از مهرهاش حذف میشن. همین الان هم تا الان بالای 340 مهره اصلی حزب الله از 7 اکتبر تا الان کشته شدن. مهره های اصلی محور مقاومت از سپاه قدس هم عملا به حال کشته شدن و داریم میبینیم این جریان، اون کسایی که زرنگ بودن رفتن چسبیدن به جریان های سیاسی و اقتصادی و جریان هایی که همیشه به حال به واسطه ایدئولوژی دروغین بر کف میدان هستن، اون مردم و اون افراد میان رده ای که فکر میکنن این حالا جریان مقاومتی وجود داره، اینها قراره برن فلسطین رو آزاد کنن، رو اسرائیل رو با خاک یکسان کنن، اینها همیشه کشته های بر صورت این بازی و این سناریو هستن. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که ادامه بر صورت بحث رو خدمت شما باشیم. اگر سوالا رو بذاریم برای 10 دقیقه رو با آخر لایو در مورد حالا مسئله اقتصادی هست، خیلی ممنون میشم. دوستان در اینستاگرام چند تا سوال پرسیده بودن، بهتره که بذاریم مسئله رو بعد از پایان یافتن مسائل اصلی که در منطقه در حال رخ دادن هست در خدمتتون هستیم. خب ببینید، خیلی از کشورها الان اعلام کردن که شهروندانشون از لبنان خارج بشن و این خارج شدن به بهانه جنگ نشان دهنده این هستش که به صورت این بازی باید رخ بده. حالا این اتفاقها چگونه و در چه زمانی
جنگ 100 درصدی رو شاهد خواهیم بود، باید منتظر باشیم، ولی این اتفاق 100 درصد خواهد افتاد. بازی جریان افراطی تلاش میکنن که در انتخابات با تمام ابزارهایی که داشتن در انتخابات ایران بتوانن جریان جلیلی و این تیم مصباح رو رأس کار بیارن و بتونن از ابزار ایران در این جنگ استفاده کنن و حاکمیت خودشون رو در منطقه گسترش بدن. و با همزمان با شروع جنگ اسرائیل علیه حزب الله، جریان‌های افراطی تلاش می‌کردن که در مرز با آذربایجان ایران هم مشکل‌های قومیتی رو ایجاد کنن و این فشاری بشه که ایران نتواند در جنگ لبنان مداخله داشته باشه. ولی با آوردن پزشکیان که یک آذری زبان هستش و توانست اقوام کرد و آذری رو به هر صورت مقداری در کنار هم جمع کنه و به خاطر اون به حال پیشینه ای که داشت، از این برصورت به قول خود جمهوری اسلامی از این فتنه عبور کنن. و عملا الان یه مسئله هستش که باید بدونین، این بازی آوردن پزشکیان یک بازی بودش که خارج از مرزهای ایران بسته شده بود. یعنی اگر شما افراد موجود رو نگاه بکنید، یعنی حتی اصلا یک کسی مثل لاریجانی ها که برصورت اینها پیشینه ای دارن، مهره ای باید می اومد که در هدف بازی بود. یعنی هیچ کسی نمی توانست به اندازه شخصی به نام پزشکیان که در قامت رئیس جمهور نیست بتواند این اقوام رو کنار هم جمع کنه. پزشکیان آدم سالمیه، بر صورت یا آدمی هستش که نفوذ بسیاری در منطقه در بهار شهر آذری داره و به خاطر اون حس آذری بودنش و این حس این که بر صورت اولین رئیس جمهوری هستش که از جنس مردم میاد و فساد نداره، حالا کاری به دروغای احمدی نژاد نداریم که مهره اسرائیل بود، ولی این رو آوردن که بتوانن اون بازی اسرائیل رو که میخواست از طریق آذربایجان بحران ایجاد کنه رو خونسا کنم. دیدیم که بعد از یک هفته هم سفارت آذربایجان در داخل ایران بر صورت دوباره بازگشایی میشه و عرضم به حضور شما این فتنه تقریبا خلاصه میشه. نهایتا در این بازی ایران موظف هستش به مقداری به حزب الله کمک کنه، جریان های مقاومت کمک کنن، فشار به گونه ای بشه که همزمان با حذف حزب الله نتانیاهو هم کنار بره. این قماری که نتانیاهو کرده که رفت عملا با کامالا هریس و ترامپ در امریکا دیدار کرد و همزمان بعد از اینکه با ترامپ ملاقاتش تموم شد چنین اتفاقی رقم خورد، این بازی قمار نتانیاهو هستش که باید ببینیم روی ترامپ آمدن ترامپ شرط بندی خواهد کرد یا کامالا هریس. و به هر صورت با آمدنش کامالا هریس جریان‌های افراطی در خاورمیانه به سریع‌ترین شکل موجود از بین خواهند رفتش و کشور فلسطین ایجاد خواهد شد. ولی خب ترامپ نتانیاهو امیدواره که با کمک‌های مالی که حالا افرادی مثل ایلان ماسک و بر صورت اومد آوردن تفکراتی مثل حمایت از جریان بیت کوین که حالا ارز بیت کوین که حالا اینم در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد، داره تلاش میکنه که ماندگاری که داشته باشه. ولی به هر صورت حتی اگر ترامپ هم بیاد، بازی ها تغییر به سزایی در این منطقه نخواهد کردش و این جریان تا نوامبر تکلیفش مشخص خواهد شد. ولی باید بدونیم که اگر شخصی مثل جلیلی رأس کار میومد، بازی فرق میکرد. تنها دلیل این هم بودش که ما تو انتخابات ریاست جمهوری از پزشکیان حمایت کردیم به خاطر این بودش که نمیخواستیم جنگ به داخل ایران کشیده بشه. یعنی ما این الگوریتم سند بی سی در داخل ایران پیاده سازی میشد، حالا یک سری با مصالحه و مذاکره و با اعمال قوانین، یه سری به واسطه ناامنی و جنگ و تغییراتی که در کلیت سیستم ایجاد میشد بخواستن این بازی رو ایجاد کنن که نهایتا تلاش بودش که جامعه‌ای که الان ما داریم، جامعه خسته است، جامعه‌ای که به شدت فقیر شده است رو بتوانیم متقاعد کنیم که این روش حداقل در کوتاه مدت میتواند برای آینده ما بهتر باشد. وگرنه ما نه علاقه‌ای به شخص پزشکیان داریم، نه اصلا علاقه ای به جریانات اصلاح طلب داریم. ولی خب بین جریان اصلاح طلب و حالا به قول خودشون این جریان گلوبالیستی و جریانی که حامی افغانی ها بود، حامی یهودیان افراطی بود و حامی جنگ در داخل ایران بود، ما برگشتیم به سمتی که
عقل محور باشن، وگرنه ما هیچ عرقی نداریم. و من خودم شخصا بزرگترین دشمن ایران رو، یکی از بزرگترین دشمنان ایران رو جریان اصلاحات میبینم که متاسفانه از سال 76 ما بهش دوچار شدیم. ولی خب به هر صورت واقعیتی هستش که نمیشه ازش گریز کرد، ولی ما در همیشه در دوراهی هستیم که همیشه بین بد و بدتره. یعنی از نه مال الان هم نیستش، یعنی از بعد از حمله اسلام به ایران اگر نگاه بکنیم به صورت کوتاه مدت، چه میدونم امثالی مثل نادرشاهی ظهور کردش رو و توانست مقداری، ولی همون هم که نادرشاه تک دوره ای شد و نگذاشتن. یعنی ما از زمانی که اسلام در داخل ایران اومد هیچ وقت نتوانستیم اون آرمان های ایرانی خودمون رو دنبال کنیم و همیشه بین یک دوگانگی بودیم و بازی هایی که جلوی پای ما میچینن واقعا به گونه ای هستش که راه سومی نیست. و الان هم میبینیم که اکثریت جمعیتی هم که به قول خودشون معترض هستن نسبت به جمهوری اسلامی، واقعا آگاه نیستن از آینده ایران و اصلا بازی های سیاسی رو نمیدونن. یک سری که در توهم آمدن شاه و پهلوی و اینها هستن، یک سری هم در این هست آرزو این هستن که ترامپ یا جمهوری اسلامی رو براندازی کنه و واقعیت های سیاسی رو واقعا به گونه خنددار و مضحک میبینن. و بعضی موقع یک سری تحلیل هایی که مثلا چه میدونم از ایران اینترنشنال و اینستاگرام منوتو و اینها میان، واقعا خندت میگیره که مثلا فکر میکنه ترامپ قراره بیاد مثلا حمله کنه جمهوری اسلامی رو نابود کنه. واقعا خندت میگیره که واقعا چگونه میتوانیم به قد سبک مغز باشیم که از حمله یک شخص یا یک کشور اجنبی به خاک خودمون خوشحال بشیم و این همه مصیبتی که به هر حال در حال حاضر در ایران هست، این مشکلات، این کمبود برق، این بر صورت داستانهایی که ما داریم در کمبود گاز در زمستان ها، شما تصور کنید دو تا از پالایشگاه های بر صورت بنزین رو بزنن، نیروگاه های برق رو بزنن، صد رو بزنن، ببینیم مملکت به چه آشفته بازاری کشیده خواهد شد. برای همین از این آدما تعجب میکنم که اینا اصلا واقعا چه عرقی به وطنشون دارن یا اصلا واقعیت های سیاسی رو میشناسن. اگر بازی ها رو بشناسیم میدونیم که جمهوری اسلامی آورده غرب و گلوبالیسم جهانیه و تا سال 2030 هم این جمهوری اسلامی حداقل تا 2030 تغییری برشاد انقلابی در داخل ایران رخ نمیده. عملا اصلا بازی انقلاب ها در جهان تمام شده، ولی جمهوری اسلامی رو دارن تغییر ماهیتش میدن. و حالا شخصی مثل پزشکیان این دوران کاتالیزور دوران پسا خامنه ایست که در حال آماده شدن هستش و این رو حالا در برنامه بعدی در موردش صحبت خواهیم که اگر سوالی هست بفهمید، اگر نه که من چند تا کامنت رو بخونم. اگر دوستان در تلگرام هم صحبتی دارن، سوالی دارن بفهمید و اگر نه ادامه بحث رو بدیم. ببینید من اعتقاد دارم که با اختلاف زیادی کاملا هریس رئیس جمهور امریکا خواهد شد. من اولی تا اکتبر باید صبر کنیم و این اتفاق رقم خواهد خوردش، چون گفتم با روند تغییرات در انگلستان، در فرانسه و برصورت شما ببینید تو این چند وقت گذشته چندین اتفاق مهم در داخل این بازی سیاسی جهان رخ داد. حذف ابراهیم رئیسی، شکست حزب لیبرال و پیروزی حزب کارگر در انگلستان، برنده شدن احزاب چپ در داخل فرانسه و کنار رفتن جو بایدن، شما همه اینها رو نگاه بکنید ظرف کمتر از 4 ماه رخ داده. یعنی بازی های سیاسی به هم ربط داره. افتادن ابراهیم رئیسی 100 بارم که شما بیان بگین اتفاقی نبوده، اینها قرار بوده بازی رو به هم بزنن، حذفش کردن، تموم شد رفت. یعنی این اتفاقی، همه چی برنامه ریزی شده است. یعنی شما اگر برخلاف بازی عمل کنید و ندونید چی میشه، حذف میشه. حالا یک سری مثل محمد رضا شاه پهلوی بازی رو میدونست، میگفت آقا ایرانی زیاد کشته نشه، میدونه چه بلایی سر ایران خواهد میاد. اگر محمد رضا شاه پهلوی از ایران نمیرفت، این انقلاب با خونین‌تر شکل میگرفت. وقتی هم که رفت این اتفاق افتاد، برصورت یکی مثل پهلوی میدانست چه اتفاقی میفته، یکی مثل رئیس جمهور سابق تونس میدانست، یه سری مثل صدام و قذافی نمیدانن، این برصورت قربانی این بازی میشن و اونگونه باید کشته بشن. الان هم در داخل ایران هم اینها بازی رو میدونن و میدونن به بعدن تغییر ماهیت بدن. فکر نکنید که
همه این اتفاقا رقم خوردش، همه چیز بر صورت دست خود بیت علی خامنه ای و سپاه. نه اصلا اینا قدرتی در بازی های خارجی نداره. شما ببینید فرمانده سپاه ما مستعان 110 رو به عنوان یک دستاورد جهانی به عنوان ویروس یاب میاد معرفی میکنه. این سطح از شعور چگونه میتونه تو بازی های جهانی دخیل باشه؟ نگاه به این رسانه هایی نکنید که میان از اقتدار میگن. بله منده هم از اقتدار ایران لذت میبرم، از قدرت موشکی، قدرت اتمی، از داشتن یک نیروی نظامی مقتدر. بله من هم حامیشون هستم، من هم حامی این هستم که ایران یک کشور اتمی بشه، یک این کشور قدرت نظامی بشه. ولی ما داریم میبینیم در کشوری که عقلانیتی وجود نداره این هم از شعاره. خدای نکرده در داخل ایران جنگ بشه، ما بیشترین آسیب رو از موشک‌های خودمون خواهیم خورد. همون تکنولوژی موشکی که به حماس دادن، خیلی از مردم فلسطین به خاطر موشک‌های حماس کشته شدن. بله در داخل ایران هستن امثال آدم های درست حسابی، کماکان هستن، شخصی مثل باقری که الان بر صورت پستش هم یادم رفتش، آدم بر صورت آدم باهوشیه، آدمی هستش که وطن پرسته، ولی نمیگذارن یک کسی مثل اون تصمیم گیرنده کلی باشه. برای همین فکر نکنین همه چی در بیت داره رخ میده، همه چی دست علی خامنه‌ای نشسته اونجا. نه اصلا اینا در لولی نیستن که بخوام بازی تعیین کنن. بازی ها به گونه‌ای میشه از اینها به عنوان ابزار استفاده خواهند کرد. علی خامنه‌ای خودش رو در شرف حذف شدن میدیدش، برای همین اومدن علیه تیم رئیسی یک بازی رو پیاده کردن، از چای دبس شروع شد و با ساقط شدن هلیکوپترش تمام شد. الان هم ببینید هیچ کسی از اعضای کابینه دولت نمیاد صحبت کنه آقا این آقای رئیسی چه شد که اون هلیکوپتر با اون تجهیزاتی که داشت با اون خلبان برشاد خدا بیامرز که برای اون همیشه دارم دلش میسوزه، اون سه تا ایرانی وطن پرستم بر صورت کش این سوختن به خاطر این بازی، چگونه شد که اصلا این هلیکوپتر ساقط شد؟ چرا اصلا اینگونه رقم خورد؟ همه چیز شورسرفه تموم شد و علی خامنه‌ای هم اومد با خوشحالی گفتش خیالتون راحت بشه اتفاقی در به حال نمیفته. نگاه به این تعریف و تمجیدا نکنید دلم برای رئیسی سوخت، اینا همش تیکه است در بازی‌های سیاسی و اینها تلاش میکردن که علیه بیت علی خامنه‌ای کودتا بکنن. یعنی اگر نگاه بکنیم صحبت‌های اون پاپ بر صورت اون نماینده مجلس یا عروسک خیمه شب بازی اون ثابتی رو نگاه بکنیم، میگفت ما جریانی که به وجود اومده فقط برای دولت نیست، یعنی داشت تهدید میکنه اولا بیتو که زدن نابودش کردن. یعنی جلیلی آخرین با مهره بود این بازی بودش و بعضا خندم میگیره، خیلی از آدما میان فکر میکنن که آره اینها بازی نظام بود که مردم رو بیاره روی صحنه. اصلا مردم در یک حکومت دیکتاتوری چه نقشی داره الان اصلا روی صحنه بیان یا نیان؟ انگار جهان نشسته که مردم ایران نیان بیان جمهوری اسلامی براندازی کنن. مگه سال 1400 نبود؟ بازی ها از این دوران گذشته، ما در دوران پوست اندازی جدید جهان هستیم و تمام کشورها به دنبال این هستن که سهم بیشتری در این بازی جدید داشته باشن. کسی صدای من و شما نیستش که حالا بیان برنامه‌ریزی کنن که من و شما بیایم پای صحنه. نه، من و شما استفاده میشیم برای لشکرکشی‌های خیابانی، برای اینکه بتوانیم از افراد و از نیروهای میدانی استفاده کنن که بتونن در جنگ‌های قدرت پیروز بشن. ما سربازان این شطرنج هستیم. ما باید ببینیم که کمترین آسیب رو کدوم گروه به ما میزنه، ما کدوم منفعت میتونیم بهتر در اون زندگی کنیم. وگرنه اینی که بیای فکر کنی که آره خامنه‌ای نشسته که ببینه آقا یکیو بیاره که مردم رأی بدن بهش، نه چنین چیزی نیست. اگر نظام‌های دیکتاتوری نیاز به آرای مردم مثلا داشتن که به صورت بگونه دیگه رفتار می‌کردن. این یک جنگ قدرت بود که 96 شروع شد و ما هم گفتیم که در شرایطی هستیم که باید بین لابی مجتبی خامنه‌ای و لابی مصباح یزدی یکی رو انتخاب کنیم که ننگین‌ترین دوران ایرانه. این واقعیتی که بود. حالا خیلی‌ها دارن فکر می‌کنن که آره خامنه‌ای اومده بازی چیده و بعضا همه چیز از پیش تعیین شده است، ولی خب اینا چون تحلیلی ندارم، چون سوادشون مال چندین سال گذشته است، هنوز در عصر یخبندان موندن، هنوز فکر میکنن قدرت فقط در دست یک پیرمرد 83 ساله‌ای هستش که اونجا نشسته. نه دوستان، خیلی وقت این بازی ها تموم شده. از سال 96 برای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی رقم زدن بازی رو. یعنی از زمانی که فیلم علی خامنه‌ای در مجلس خبرگان که اومد گفت باید خونگریست، این بازی شروع شد. حالا گروهی تلاش میکردن به واسطه احمدی نژاد، به واسطه رضا پهلوی، به واسطه حالا نیروهای دیگه جریان نظامی و پادشاهی در ایران درست کنن، نزدیک به خودشون باشه.
یه جریان تلاش میکنه که جمهوریت رو حفظ کنه و از این محدودیت، از این ولایت فقیه رهاش کنه. این جنگ ادامه پیدا کرد تا رسید به جریان ساقط شدن هلیکوپتر و این ریاست جمهوری. این ریاست جمهوری هم که شما دارین میبینین یک دوران گذاره، به این گونه بهش نگاه بکنیم. برای همین ما در مورد وزرا و کابینه صحبت نمی کنیم، چون اینها واقعا بحثای وقت تلف کردنه، چون ما مهمترین موضوعات داریم که داریم وارد دوران جدیدی از نظم جهانی میشیم و باید بدونیم که خودمون رو چجوری از این باطلاق و این سونامی نجات بدیم. و اگر نه اون بالا هر کسی که بیاد در حال حاضر فرقی نمیکنه، وضعیت من و شما فقط و فقط با دانش و آگاهی و دانستن مسیر راه بهتر خواهد شد. ما الان میدونیم در کابینه پزشکیان که آمده است چگونه باید خودمون رو از این باطلاق نجات بدیم، چگونه میتونیم وضعیت مالیمون رو بهبود پیدا کنیم. زمانی هم که جلیلی آمد ما باید بر اساس اون برنامه‌ریزی میکردیم. این وضعیتی است که حالا گفتیم زندگی کردن در دوران کسی که مثل پزشکیان هست به مراتب راحت تره و امکان آگاهی مردم در شرایطی که جنگ نباشه و وضعیت ثبات داشته باشه خیلی بیشتر هست. وگرنه هیچ سیاستمداری در سرتاسر جهان نیستش که بیاید و دلش برای من و شما بسوزه. بفرمایید سوال دارید بفرمایید، من یک گلوی تازه بکنم دوباره در خدمتتون هستم. دوستان بله لایو رو سیو میکنم. دستتون بخیر. با توجه به شرایط موجود که به هر حال دنیا توی یک التهابی هست، کشور در یک مثل کانادا و استرالیا که گرفتن اقامتشون سخته، عمان و ترکیه و امثالشون هم که راحتی که خب با ایران تفاوتی ندارن، حادثه خیزن، بین کشورهای آفریقا یا آمریکای جنوبی یا حتی آسیا کدوم کشور هست که بشه توی اون خارج از این جریان ها زندگی کرد و حالا یک رفاه نسبی و حداقلی رو داشت؟ و ممنون از آگاه سازی. ببینید دوستان، در مورد مهاجرت هم گفتم این یک بحثی نیستش که بشه یک نسخه کلی داد، ولی وضعیت ایران در آینده نزدیک نسبت به الانی که از این وضعیت اقتصادی مقداری ثبات پیدا خواهد کرد. ولی متاسفانه یا بر صورت حالا این بخت ما هست، ما باید یاد بگیریم که در ایرانی زندگی میکنیم که دیگر بر صورت اون ایرانی نیست که تصور میکنیم. در ایرانی که زندگی خواهیم کردش که خیلی از ملیت ها مثل افغان ها، عرب، پاکستانی ها و چه میدونم بنگلادشی ها و خیلی ها خواهند اومد در داخل ایران هستن، ولی خب بر صورت این اتفاق در کشوری مثل ترکیه هم رخ داده. ولی باید ببین اولویتتون برای زندگی چیه. کسب درآمد هستش، اوکی، میتونید بریم کشور ویتنام یا کشوری مثل قزاقستان برای سرمایه‌گذاری، الان بازارهای بکری داره، اینا رو میشه تو شرکت. ولی خب نه، بعضی هستن همزمان میخوان یک زندگی کیفیت مناسبی داشته باشن، درآمد خودشون رو دارن. برای همین موضوع اگر باید موضعتون مشخص بشه، یعنی شما هدفتون چی از مهاجرت کردن؟ هدفتون اینه که آسیب‌های اجتماعی نداشته باشین، آزادی اجتماعی داشته باشین، یا نه هدفتون اینه که بروید و درآمد پیدا کنید؟ امکانه داشتن دوتاشون در آن واحد وجود خارجی نداره. یعنی اگر شما سرمایه نداشته باشین بخواین انتخاب کنید، شما باید یه جایی رو انتخاب کنید، یا آزادی اجتماعی داشته باشین یا نه برین جایی که بتوانید وضعیت اقتصادی خودتون رو بهبود ببخشید. خیلی میگم دوران عجیب و غریبی شده و کشورهای مثل استرالیا و کانادا که شما فرمودین سخت دارن ویزا میدن، اتفاقا الان کانادا خیلی راحت میده، ولی کانادا و استرالیا بزرگترین زندانهایی خواهند بود برای بشر از 6-7 سال آینده. همین الان هم داریم میبینید وضعیت زندگی، محدودیت هایی که گذاشتن، مالیات هایی که دارن میذارن، وضعیت زندگی بسیار سخت خواهد شد نسبت به کشورهای مثلا حالا آسیایی یا مثلا کشورهای آفریقایی. و ولی خب میگم کشوری مثل عمان، کسی که توانایی داشته باشه بدون چه کار میخواد بکنه، ویتنام، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان یا حتی ارمنستان، ارمنستان پتانسیل اینو داره که بهبود ببخشه. ولی خب مهمترین کسی که حالا میتونیم بگیم وضعیت ایران هست، بازار ایران بازار بکری هستش،
وضعیت اقتصادی در داخل ایران تغییر و تحول پیدا خواهد کرد. اگر توانایی داشته باشین استارتاپ هایی رو بر صورت ران کنید، سرمایه گذاری کنید روی خودتون یا محال سرمایه گذاری کنید روی بر صورت اقتصاد هایی که میتواند در داخل ایران جون بگیره. به حال بازار ایران بازار 85 میلیونی مصرف کننده هستش، اینو فراموش نکنید. ما گفتیم شما باید در داخل ایران ببینید میخواهید با قشر متوسط قشر فقیر دست و پنجه نرم کنید یا با قشر ثروتمند، چون یواش یواش قشر متوسط در حال حذف شدن هست. حدود 45 تا 50 میلیون جمعیت ایران یارانه بگیر هستند و شما باید اقتصادتون اگه در داخل ایران میخواین فعالیت بدین باید کالاها، خدمات یا وارداتی انجام بدین که بین 300 تا 400 هزار تومان تمام شده باشه این کار شما، که بتونه با 60 65 درصد جامعه ارتباط برقرار کنه. یا اینکه نه، باید با قشر مرفه و لاکچری جامعه که حدود 20 25 درصد هستن، حالا نظر فرهنگی و مالی اونها هم کالاهای، یعنی باید بدین انتخاب کنید در کدوم بازار میخواین سرمایه گذاری کنید. خیلی از بازارهای میانی از بین رفتن، یعنی الان در همین بازار اقتصادی خیلی ها هستن که دارن خوب کار میکنن و خیلی ها هستن که با سرمایه زیاد کماکان دارن از جیب میخورن. برای این موضوع ایران وضعیت اقتصادیش بهتر خواهد شد، اما اگر بدونید در کجا هستید باید بدونید که در داخل ایران اگر میخواین کار کنید باید 25 درصد مالیات بدین. این مالیات شما برای شما اعتبار خواهد آورد. در خیلی از کشورهای دیگه، حالا گفتم وضعیتشون کشورهای آسیا میانه و ویتنام حتی عمان هم به خاطر رقابت‌هایی که دارن ایجاد میکنن با امارات، مثلا عمان با امارات یا حتی عربستان، وضعیت بهبود خواهد شد. دنیا داره به یک حالت برابرسازی شرایط اقتصادی میره. حالا آفریقا تقریبا در بطنش هست ولی واقعا شرایط زندگی در کشورهای آفریقایی بسیار سخته. چند تا کشور آفریقایی هستش که خب اونم وضعیت امنیتی درستی نداره و اقتصادی درست نداره، حالا مثل مصر و مراکش و آفریقای جنوبی هستش که وضعیت ثبات اقتصادشون از ایران هم بدتره. ولی خب اگر برای فقط و فقط رفاه اقتصادی میخواین و درآمد میخواین داشته باشین و برشاد بر اساس اون سلایق و توانایی خودتون هست، بعد برین کشورهایی که این در حال رشدن. الان مثلا ویتنام که گفتم، شما اگر نمودار 6 سال گذشتهش نگاه کنین تنها کشوری بود که حتی تو دوران کرونا هم از نظر اقتصادی برشاد پیشرفت داشتش. بعد نگاه بکنید، میگم این نمیشه کلیت بس، ولی خب کشورهای آسیا میانه در حال پیشرفتن، عمان در حال پیشرفته، عربستان همینطور و در ایران خودمون هم خیلی خلأ بازار بسیار زیاده، ولی خب نیاز دارین به سرمایه، نیاز دارید به فکر و نیروی اجرایی. فرمایشتون کاملا صحیح، اما ایران به حالا به خاطر روابط و لابی و رانت و بقای دیگه، بس من توی این سالا خیلی بیزنس ها رو سعی کردم شروع کنم و ادامه بدم، اما مارکت سالمی نداره و یه روند متفاوت رو با بقیه دنیا داره و از حالا بعد مالی و اقتصادی هم به هر حال هر کسی حد توقعی داره، اما از نظر من نوعی همون حدود متوسط زندگی کافی است. اما جایی باشه که مثلا ایران شما مداوم نگران آزادیت، نگران اینکه کسی واسط پاپوش ندوزه، حالا مسائلی که خودتون بهتر در جریانش هستین، اینطور مسائلی نباشه، بدونی برق داری، اینترنت داری، اینطور کشوری. راجع به عمان هم من از خیلی ها شنیدم، حالا تحقیقی کردم چندین بار فیلتر کردن نیروهای کار غیر عمانی رو و یک جریان ملیگرایی و بومیسازی رو پیش گرفتن. راجع به عمان اگر امکانش باشه بیشتر توضیح بدید خیلی ممنون میشم. حتما میگم، ما از شهریور، آخرهای شهریور ما دیگه مباحث سیاسیمون رو تعطیل خواهیم کرد و کلن حضورمون رو مبتنی بر مسائل نوین جهانی و اقتصاد خواهیم گذاشت و بیشتر در این صحبت کنیم. حالا امروز در مورد عمان نمیتونیم صحبت کنیم، ولی خب در هر جای جهان که شما باشین، یعنی من الان به خاطر سابقه ای که دارم، من تو عراق، ترکیه، ارمنستان، عمان، لبنان و حتی افغانستان کار کردم. زمانی که داعش بود تو عراق پول در آوردم، زمانی که طالبان بود توی افغانستان میتونستم پول در بیارم. برای همین موضوع باید شما اولین کاری که میکنید دانش و نسبت اون خلأهای بازار رو شما پیدا کنید. وقتی اون خلأ داشته باشه و توانایی شما بتواند اون خلأ رو پوشش بدهد، به راحتی میتونید در هر نقطه جغرافیایی درآمدزایی کنید.
میگم اینها نیازمند یک سری اطلاعات از سمت شما هست و ارزیابی موقعیت شما. حالا اگر که شد در فرصت دیگه در این مورد، حالا در مورد حالا کشور حالا عمان حالا یا ویتنام یا قرقیزستان و نوع سرمایه‌گذاری صحبت خواهیم که حتما. سپاس فراوان، خیلی لطف دارید، ممنونم. خب دوستان، الان هم خبر آمد که خطوط هوایی تمام پروازهای خودشون رو به بیروت قطع کردن. بر صورت ترابلوس و بیروت دو تا از شهرهای بزرگ لبنان هستند و همونطور که پیش بینی می‌کردیم احتمالاً حمله سنگین هوایی رو خواهیم داشتش و این اتفاقی بودش که بر صورت خود جریان‌های افراطی هم گفته بودن که گفتن اگر حزب الله به اسرائیل حمله بکنه بیروت رو به عصر حجر باز خواهیم گردان. بر صورت بیروت هم نمونه ای از انتخاب دیگه بود. اگر بیروت هم جریان حزب الله مقداری ملی گرایی به خرج میداد و می توانستن با جریان های دیگه توافق کنن، وضعیتش به این روز نمی رسید که برق نداشته باشه، وضعیت تورم افتضاح داشته باشه. بیروت هم یک نمونه ای از ریست بزرگ جهانی هستش که تمام چیزها به سیستم بانکی، سیستم اقتصادی، سیستم انرژی کاملا از بین خواهد رفتش و حالا در خیلی از اقصی نقاط لبنان از بین رفته و عملا سیستم های جدید پایه‌ریزی خواهد شد. ولی خب این اتفاقی بودش که مثلا در داخل ایران همیشه تجربهش کرد، اگر شخصی مثل جلیلی در رأس کار قرار می گرفت این احتمال هم بود که جنگ داخل ایران هم کشیده بشه. ولی خب به هر صورت فعلا سایه جنگ در داخل ایران نیست. خیلی از این گروه ها و این جریان هایی که حالا به اسم آگاهی دارن تلاش میکنن، اخبار دروغ میگن، باور کنید وضعیت ایران نه به خاطر آمدن پزشکیان یا این آدم های دور و برش، نه، وضعیت ایران باید تا سال 2030 مقداری ثبات پیدا کنه، وضعیت بهتر بشه. هیچ اتفاقی، نه جنگ داخلی میشه، نه زامبی ها حمله میکنن، نه قحطی در داخل ایران میشه. تغییر و تحولات جهانی در داخل ایران تأثیر خواهد گذاشت. اقتصادی که ایران به حال 40 سال بسته بود به روی جهان باز میشه. خلاهای اقتصادی در داخل ایران شناسایی میشه. بازارهای مصنوعی مثل بازار ملک، مثل بازارهای دلالی روی طلا و بر صورت دلار و ماشین، اینها از بین خواهد رفتش و بازار جهانی در داخل ایران تأثیر میذاشت. مثلا بحران سال 2008 و 2012 در جهان روی ایران تأثیر نمیذاره، الان ما کوچکترین بحران در داخل ایران تأثیر میذاره. ما در حال تغییر و تحول هستیم. ما گفتیم هر 14 تا 16 سال یه پارادایم شیفت در جهان مشاهده خواهیم کرد، در داخل ایران هم چنین اتفاقی رخ خواهد داد. وضعیت برای کسانی که توانایی نبوغ، پشتکار و به هر صورت استعداد دارند بهتر از قبل خواهد شد. درست اقتصاد ایران رانتی بوده ولی بازیگران دارن عوض میشن. آخر قاجار هم همین گونه بود، وضعیت کشور فشل بود، آوردن سیستم رو عوض کردن، رضاخان رو آوردن سیستم رو عوض کردن و زمانی که رضاخان هم داشت تلاش میکرد مقداری سمت ملی گرایی بره، اون هم گذاشتنش کنار و محمد رضا شاه رو آوردن. در الان هم با آمدن یک کسی مثل پزشکیان که کاتالیزور دوران پسا خامنه ای هست، وضعیت باید مقداری ثبات پیدا بکنه. این وضعیت رو در داخل ایران خواهیم دید و بدونید وقتی یک کشوری، افغانی ها میانرنشون اونجا سامانشون میدن، در زمان اینها افغانی جایی میره که سرمایه بره بتونه کار کنه، وگرنه الان با دلار 58 تومن هیچ درآمدی افغانی نداره که بخواد مثلا وایس کار کنه، ما 250-260 دلار بگیره. اینو میتونه توی خیلی از کشورها بیشتر داشته باشه. برای این موضوع هستش وضعیت ایران بهتر خواهد شد، باید صبر کنید. ولی خب میگم بستگی داره در چه دوره‌ای از زندگیتون هستید، آرامشتون، اولویتتون چه چیزی رو میطلبه. ولی برای کسی که 18-19 سالشه مهاجرت فراموش کنید به کشورهای اروپایی، کانادا، آمریکا. اروپا با بحران مواجه خواهد شد، اونم برای تغییر. کانادا با اطلاق بیشتر نیست. حالا آمریکا هستن که هنوز آمریکا کشوری هستش واقعا کماکان بهترین جا برای زندگی تو جهان امریکاست، ولی کشورهای دیگه، استرالیا، امارات، اینها واقعیت اینه که این هزینه و سرمایه که خواهیم میخواییم برسیم به اونجا را روی خودتون و بیزینس خودتون در داخل ایران سرمایه گذاری کنید، هدف میتونید دستاورد بهتری داشته باشید.
سپاسگزارم، ممنون. حالا این مورد هم من به طور کلی راجع به ایران بگم که شما هر کسب و کاری که میتونید شروع کنید، مجوزهایی که نیاز داره گرفتن اون مجوزها پروسه‌های خیلی عجیب و غریبی اکثرا داره. شما خودتون قطعا بهتر در جریان هستید و من به این خاطر بازار ایران رو خیلی مناسب ادامه فعالیت نمیبینم و در حال حاضرم ایران نیستم، البته تو پروسه مهاجرت هستم، ولی خودم اولی که اومدم خیلی مساعد نبود و بازار ایران رو به این دلیل مناسب نمیبینم. یعنی شما فکر میکنید که این وضعیت سیستم معیوب و چرخ لنگ اقتصادی که توی ایران هست که شما درآمد 6 ماهتون و سودتون بعدش فقط باید این باشه که از چرخ تورم نیفتید، یعنی احتمال میدید که تغییر توی این باشه توی روندی که در پیش دارید؟ بله، برای همین میگم شما، من یه مثال براتون یادآوری کنم. ببینید سال 2005-2006 اگر ترکیه سفر کرده بودیم، من خودم اولین بار که ترکیه سفر کردم سال 2002-2003 بود، دومین بار سال 2005 بودش، ارزش پول ترکیه هر روز پایین می اومد، وضعیت اقتصادیش بسیار فلاکتبار بود، به گونه‌ای بود، حالا خیلی از دوستان دیگه میدونن، خیابون استقلال ترکیه که میرفتی یا جیبتو میزدن یا به دخترات هر روز میکردن، یه وضعیت اسفناکی بود وضعیت لیر ترکیه. مثلا اون موقع یه روزنامه قیمتش بود مثلا 2 میلیون لیر، یه بستنی بود 4 میلیون لیر. وقتی بخواد بازی عوض بشه، از یک شخص لومپن لات چاقوکشی مثل اردوغان بازی ها به گونه ای شد، با ایجاد اتفاقاتی که در منطقه افتاد، ترکیه ضعف کمتر از 10 سال رسید به 20 کشور صنعتی جهان و وضعیت اقتصادیش به گونه ای پیش رفتش که مثلا حالا تا قبل از کرونا واقعا و کشور موفق و نظر اقتصادی اوکی بود، وضعیت مردمش بهبود پیدا کرد ضعف کمتر از 10 سال. در مورد ایران هم چنین اتفاقی رخ داد. ایران برخلاف ترکیه دارای انرژی خام هست که ترکان ندارن. ایران نیروهای جوانان ایرانی به مراتب مستعدتر باهوشتر از جوانان ترک هستند، که این یکی از چیزایی که قابل این کسانی که ترکیه زندگی کردن به عنوان مثال متوجه خواهند شدش که یه ایرانی میتونه 10 کار را همزمان انجام بده ولی ترک سر یه کار خودش مونده. خیلی از وضعیت ایران خیلی بهتره، فقط و فقط ما یک وزنه‌ای آمدانه روی پای ایرانی بسته بودن که بتوانن کشورهای منطقه رو بالانس کنن. شما نگاه بکنید، محمد رضا شاه فقید اگر بر صورت همون طور با اون سرعت ایران رو پیش می برد، به گونه می شد که اصلا ایران بر صورت نمی توانست خودش رو در جایگاه این که جغرافیایی که هست ببیند. شما باید واقعیت‌ها رو تصور کنید. ما همسایه هامون عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه است، ارمنستان، اینها باید همتراز می شدن. حالا اون بازوی، اون وزنه اضافی و اون برصورت فشاری که تحمل می کردیم مردم ایران الان باز شده و ایران مقداری بهش اجازه دادن که عرض اندام کنه، اون هم محدود، و بتونه خودش رو بالا بیاره. همین الان زیرساخت های آیتی ایران به مراتب قوی تر از زیرساخت های ترکیه است، برخلاف اون حرفایی که پزشکیان اومد گفت حالا چرا تو جاده سازی اینا هست. خیلی از ما اتفاقایی که در داخل ایران افتاده آماده است، فقط رونمایی نشده. یعنی الان سیستم 5G ایران و سیستم حالا مشاغلی که مرتبط با اینترنت هست به مراتب از ترکیه پیشرفته تره و اینها توسط خود ایرانی ها هست. الان ایرانی تو در دوران تحریم تونسته چنین برندسازی بکنه، اقتصاد خودش رو کنترل کنه. شما حساب کنید تحریم ها رو بردارن از جلو پای ایرانی، منطقه رو میگیره. این واقعیتی که ما در قبال خودمون باید بدونیم و همیشه بدونید، این اسلام و غرب همیشه خواستن ایران رو قیچی کنن، یعنی ایرانی رو توی نقطه بزنن که نتونه بر اساس اون فرهنگ خودش رو نمو در منطقه. چون ایرانی دارای تاریخچه است، ایرانی دارای فرهنگ، دارای قدمت، علاوه بر اون هوش و نبوغی که در داخل ایران هست، حالا در اکثر مردم ایران دیده میشه، ایرانی میتونه به پشتوانه به هر حال اون تاریخی که داره در منطقه نفوذ کنه. همیشه ترس از ساخت یک امپراتوری مجدد ایران باعث شده که اسلام و غرب سر به زنگان فرا برسن و مهره های اصلی رو قیچی کنن و این اتفاق را افتاده. ولی الان در این فرایندی که داره رخ میده، وضعیت ایران بهتر خواهد شد با آمدن شخصی مثل کامالا هریس. هم سرسا کنید، برای اولین بار داره رخ میده، اگر کامالا هریس رئیس جمهور بشه و یک اصلاح طلب هم رأس کار باشه، وضعیت ایران
برصورت بهتر خواهد شد و به گونه ای خواهد شد ما مهاجرت معکوس داریم. الان شما نگاه کنید ببینید واردات طلا به کشور چقدر بیشتر شده. واردات طلا یعنی چی؟ یعنی داره سرمایه وارد میشه. شما نگاه کنید واردات خودرو رو که دارن آزاد میکنن چگونه آزاد میکنن. طرف نمیتونه الان پولش مستقیم وارد ایران بکنه، چون بره تو بانک میگن پول از کجا آوردی، میاد پول به واسطه خودرو حالا مثلا وارد ایران میشه، اینا داره سرمایه میاد. الان اعلام کردن که کسی که ارز میخواد خودرو وارد کنه باید ارزش از خارج باشه. برای همین گردش های مالی رو در سرتاسر جهان نگاه بکنید، واردات طلا رو نگاه بکنید، متوجه میشید که وضعیت و سرمایه در حال ورود به ایران هست. حالا کی قراره این پرده نمایی از روش شکل بگیره؟ این احتمالا برای پس خامنه ای است و اون اسب زین شده ای که آقای حسام الدین آشنا به صورت مأمور امنیتی جمهوری ولایت فقیه که در تمام عرصه حضور داشته، اون اسب زین شده باید ببینیم که قراره برای چه کسی بعد از خامنه ای به حال سواری بده. این اتفاق راحت افتاد. ما یه بن سلمانی در اون وقت داشتیم که یه آدم احمقی بود، ولی ما در دریان ایران یک حکومتی داریم که الان یک اجماعی کردن، یعنی تمامش از حسن خمینی و ناطق نوری و مجتبی خامنه‌ای یک اجماعی کردن برای ماندگاری خودشون باید یه سری تغییرات رو انجام بدن. این تغییرات در آستانه حجاب میتونه باشه، حذف ولایت فقیه باشه و آزادی‌های اجتماعی که مردم خواهند داد. بسیار عالی، به امید اون روز. من وقتتون رو هم زیاد گرفتم، امیدوارم فرصت رو از ما بقیه دوستان نگرفته باشم. حالا ما هم به هر حال کشورمون رو دوست داریم، خارج از خاک هم هر تلاشی کنیم و رشدی کنیم، به محض اینکه مجدد اونجا بشه زندگی کرد و جدای از حالا مسائل حکومتی خود مردم یقه هم دیگر رو ول کنن و اجازه زیستن بدن به یک دیگر، به امید خدا هم ایران هم به طور کلی جهان خیلی بهتر رو بتونیم بسازیم و از این بحران ها عبور کنیم. خیلی ممنون از شما. ممنون از شما. دوستان یه نکته رو الان یادآوری میخوام بکنم خدمتتون و برمیگردیم 10 دقیقه آخر موضوع لبنان رو بند جمن. ببینید شخصا من دارم سرمایه گذاریم رو اعتماد مردم میکنم. جامعه ما جامعه شده که بی اعتماد نسبت به هم دیگه، جامعه که زخم خورده، جامعه که کلاهبرداری زیاد بوده، جامعه که به هم دروغ گفتن. الان تو این جامعه شما باید روی آدم ها سرمایه گذاری کنید، اعتماد آدم ها رو جلب کنید، با صداقت، با عشقی که با آدم ها میگذارید وقت بگذارید. بزرگترین سرمایه شما در بازار کسادش جذب آدم هاست. در هر زمینه که فعالیت میکنید صداقت و عشق بورزید به مخاطب خودتون، به مشتری خودتون سرویس بهتر بدید. مردم ما طی چندین سال به خاطر سیستم جمهوری اسلامی و سیستم جهانی که ایجاد شده نسبت به هم بدبین شدن. برای همینه که یک نفر میخواد با یک نفر مشارکت کنه 100 رقم به هم دیگه چک و سفته رد و بدل میکنن، ولی طرف میره راحت پولشو میذاره تو بانک، پولشو میخورن، پولشو میذاره تو بورس میخورن. اگر ما بتونیم در این بازار به حال بیرونق اعتماد کسب کنیم، توجه مردم رو جذب کنیم، صادق باشیم و مردم با کوچکترین سرمایه‌ای که بتوانیم کنار هم بگذاریم میتونیم کارهای بزرگی بکنیم. الان در خود همین یک کاری که ما داریم انجام میدیم خیلی از دوستان هستن، نزدیک 350-400 نفر هستن که از سرمایه 560 میلیون دارن تا 4-5 میلیارد، ولی مهمترین عامل اعتماد سازیه که اینها ندارن. شما حسابشو بکنید 1000 نفر آدم نفری 100 میلیون بذارن، یعنی کمتر از 2000 دلار کنار هم بذارن، میتونن یک بنگاه اقتصادی رو راه اندازی بکنن که میتونه به چندین برابر اون پول برشون سوداوری داشته باشه. ولی این بازی دولت هاست که اومدن اعتماد رو از بین مردم حذف کردن و پول رو شما میبرید تو بانک، سال 24% به سود میده، ولی همون بانک داره کار اقتصادی میکنه با پول شما، شاید سال 300% سود بکنه و میاد به شما مثلا 24% در سال سود میده. برای همین موضوع در این بازار فقط و فقط سعی کنید اعتماد آدم ها رو روی سرمایه گذاری کنید، آدم ها رو بر اساس نیازتون انتخاب نکنید. اگر نیاز دارید سعی کنید به هر کسی که نیاز دارید سود بهش برسونید و سودش سود اون آدم در گروه سود به شما باشه و این چرخه هر چقدر بزرگتر بشه، یعنی سود من در گروه سود شما باشه، هیچ وقت خیانت و بی‌اعتمادی بر صورت اتفاق نمیده، رخ نمیده. برای همین جامعه ما یک جامعه زخم خورده است، اعتماد از بین رفته، دروغ
کلاشی بر صورت پکیج فروشی، رویا فروشی، توهم فروشی زیاده. ما داریم در این بازار بر صورت این حجم از نااعتمادی داریم کار میکنیم روی اعتماد مردم، وگرنه ما نه نیازی داریم به این قضیه ها که بیایم مثلا بر صورت تلاش کنیم که مثلا یه آگاه کنیم. نه، اگر به فکر منفعت شخصی باشیم ما مثل خیلی از دوستان باید به گونه دیگه عمل میکنیم. برای همین هستش که منفعت طلبی نکردیم، اومدیم واقعا راست و به قول خود اینا خود باز راست و حسینی اومدیم اون چیزی رو که واقع بود گفتیم، حالا توش اشتباه هم ممکنه باشه، ولی رویا فروشی نکردیم، توهم فروشی نکردیم، زیر پرچم یکی سینه نزدیم، زمانی رفتیم پشت قاسم سلیمانی، زمانی توپ و لعنت به علی خامنه ای دادیم، زمانی اومدیم گفتیم به پزشکیان رای بدیم. چون بازی سیاسی یعنی شطرنج بازی کردن، برای بهبود وضعیت باید شما درست بازی کنید. الان هم من و شما به غیر از همدیگه هیچ کسی رو نداریم. اگر بتونید دایره اعتماد و صداقتتون رو زیاد کنید، مردم به هم اعتماد کنن، این راه رهایی هستش. آگاهی و اعتمادسازی مهمترین دستاوردی که شما میتونید داشته باشید توی مجموعه. اگر یک بنگاه 4-5 نفره داریم، اگر یک کارخونه 100 نفر 200 نفره داریم، تلاش کنید با همدیگه دوست بشین، حتی اگر کسی که زیر دست شماست، و تلاش کنید به کسی که براتون کار میکنه یا قرار سود بدهید و اون سود شما در گروه سود شخص ثالث باشه و این مجموعه ها رو ایجاد کنید که بتونه جامعه بهتر بشه. وگرنه این عدم اعتمادی که بین من و شما شکل گرفته جامعه مهمترین دستاورد دولت هاست. من نگران این هستم که حالا در مورد اپیدمی که آذر ماه و دی ماه قرار بیاد مفصلا صحبت خواهیم کرد، ما باید آماده باشیم برای اون بازی که قرار سر ما پیاده کنن. الان هم دیدیم به واسطه یک بازی دروغین، گرمای هوا و تست 5G که انجام دادن دارن همه چیز رو مهیا میکنن. ما تو آذر و دی ماه یک بحران به هر حال بهداشتی خواهیم داشت. گفتیم این بازی در سطح جهان و تغذیه بشر باید عوض بشه. مثلا یه سری تب دنگی اومدن علم کردن، آنفولانزای مرغی، اینها بازی هست که شکل خواهد گرفت و این هدف این سناریو تغییر رفتار غذایی مردم هست. برای همین موضوع نیازمند اعتماد هستیم بر مبنای عقلانیت و آگاهی. بعضی از این پیجای آگاهی رو میبینم خندم میگیره با نقشه های آخرالزمانی، با ایجاد دروغ. چون ببینید وقتی شما معتاد بشید به اخبار ساده، به توهم و رویا فروشی، ناخودآگاه مجبور این محتویات رو تولید کنی. خبرهای جنجالی، دروغ‌ها، اتفاق داره میفته، قراره، نه، واقعیت رو مردم بدو و سعی کن مردم رو، ذهنشون رو به چالش بکشی و ذهن طرف وقتی فعال بشه، وقتی اجازه بدی مخاطب ازت سوال بکنه، برای خودت هم بهبود پیدا میکنه. وگر شما بخواید دیکته کنید مسائل سیاسی رو، مسائل اقتصادی رو دیکته کنید و مردم بپذیرن، این بزرگترین باطلاقی هستش که داریم برای خودتون و اطرافیانتون درست میکنید. الان نگاه بکنید مثلا در جریان‌های سیاسی یک سری افرادی اومدن ساده انگاری، مثلا این جریانی که ما حالا چند بار رفتیم مرورش کردیم، جریان محمد حسینی و ریستا، جریان رائفی پور، جریان‌هایی که اومدن ساده مسائل رو بیان میکنن. ما وقتی شما یک حرفی رو میزنید مبتنی باید عقلانیت باشه، باید توضیح بدی به مخاطب. این گونه نیست که شما یک حرفی رو بزنی فردا بگی نه نشد، اگر اشتباه کردی باید بگی ببخشید من اشتباه کردم، درستش کنی. ولی اینی که شما بیای همه چیز رو ساده کنی، بله الان این نشانه آخرالزمانه، بله الان این اتفاق میفته، بله اینطوری، همه چیز رو ساده کنی مثل جریان رائفی پور خرد مخاطب بدی، جامعه رو احمق برآوردی. جامعه ای که احمق بشه، جامعه ای که نتواند فکر کنه، نتواند سوال کنه، نتواند رشد بکنه، خب چه فایده در اون جامعه زندگی کردن؟ الان هم میگم بهترین دستاورد شما سرمایه گذاری رو اعتماد مردمه. تو این بحران، تو این خلأ بی‌اعتمادی در بازار ایران سعی کنید هر کاری، هر خدماتی ارائه بدین روش صادق باشین، عشق باشین. این عشق و صداقت و این درستی رفتار شما در آینده بسیار نزدیک جوابگو خواهد بود. اینی که فکر کنی بخوای بندازی بر صورت دو دروازه در بیاری تقلب بکنی، اینها دیگه دورانش گذشت. تنها الان باید صادق باشی با مردم، وگرنه مردم اعتماد نخواهند کرد، حتی برای یک 10,000 تومانی که بخوام شما بدم. برای موضوع این رو اصل کارتون قرار بدید و سعی کنید وقت بذارید برای کسانی که بهتون احترام میذارن، براتون کار میکنن، و این وقت گذاشتن و انرژی مثبت دادنه که جامعه رو بهتر میکنه. جامعه ما جامعه مریضیه، جامعه افسردهیه،
جامعه ای که بدبین شده و باید این مسائل در کنارش به حال بهبود پیدا کنه تا شرایط همه ما بهبود پیدا کنه. و گفتم من و شما به غیر از همدیگر کسی را نداریم. من الان طی این 4-5 سالی که کار میکنم شاید بالای 2000 تا آدم پیدا کردم که واقعا به اطمینان دارن، حالا نظر مالی، اطلاعاتی، همه چیز. این 2000 تا اگه بشه 20000 تا چقدر برای من بهتر خواهد شد، از نظر درآمدی، از نظر اعتباری، از نظر هر جا الان کارم گیر کنه بالاخره آشنا دارم، از تو فرودگاه، از وزارت آموزش پرورش، از هر جا. چون ما مردم صادق باشی، درست بذاری، وقت بهشون بذاری، احترام بهشون بذاری، متقابلا اونو خواهید دید. این یک نصیحت به حال برادرانه بود برای کسانی که میخوان وارد عرصه بیزینس تو ایران بشن. خب اگر سوالی هست بفهمید، اگر نه که بریم در مورد لبنان چند نکته رو اشاره کنیم، رو بحث رو جمعش کنیم. بازم کنم من بسیار خوشحال میشم از صحبت کردن با اشخاصی مثل شما. به هر حال هر کسی مشخصه که خط فکرش چی هست. راجع به اون به هر حال صحبت هایی که خیلی از قشر خاکستری و حالا بدون اطلاعات میکنن راجع به مسائل سیاسی و جهانی، اونا که به هر حال همیشه وجود دارن، اما ما الان یه جامعه رو داریم که شما میتونید توی یوتیوب دیگه ببینین دیگه، ویدیوهای پرانک و دوربین مخفی های سطحی و چیزهای سطحی خیلی بیشتر ویو میخورن تا اون دوستانی که اومدن دارن نجوم، فیزیک کوانتوم، شیمی، تغذیه، هر چیزی رو دارن واقعا با علم روز، با کتاب ها و نشریه ها و مقاله های روز دارن نشوندن، اونا ویوی خاصی نمیخورن، اما انترتینمنت مثل همیشه بیشتر طرفدار داره. توی این شرایط به نظر من ابتدا باید خیلی از این قشر خاکستری که آماده درگیر شدن هستن، اما به قول شما طبق صحبت خودتون به خاطر اون بی‌اعتمادی و شارلاتان بازیایی که توی راه دیدن دیگه نمیتونن پیشروی داشته باشن، باید یه آگاهی شخصی مثل شما باید آگاهسازی رو بکنه که واقع گرایانه باشه، رویا فروشی که نباشه به قول. و حالا در این رو امیدوارم که موفق باشید و اشخاصی که میدونم رو باید پیدا کنید پیدا میکنید. بنده هم بهتون پیام میدم، اگر هر کاری از من توی این راه بر بیاد خوشحال میشم همراهتون باشم، در خدمتتون باشم. ممنون از شما. میگم ما تنها چیزی که الان دستاوردی که من به دست آوردم و خیلی از نظر مالی کمکم کرد یا از نظر اجتماعی، چون به هر حال ببینید منم مثل خیلی از شما تو زندگی شکست خوردم، چه میگم بدهکار بودم، مشکلات روحی روانی به هر حال زندان رفتم، درگیری های ذهنی زیاد داشتم، ولی یه چیزی رو بهش رسیدم که به هر صورت حالا اسمش رو میخواییم بذارین کارما. یه جایی هست تو زندگی شما به یک بلوغ فکری میرسین، به یه جایی میرسین میگه اوکی اگر مسیرم رو درست انتخاب کنم، به آدم ها احترام بذارم، انسان باشم به معنای واقعی. و واقعا وقتی که یک خانومی مثلا از سیستان بلوچستان به من پیام میده، برای من فرق نکنه که یک خانومی که مثلا حالا بسیار جذابتره از فلان نقطه بالای شهر تهران به من پیام میده، وقتی نگاه جنسیتی، نگاه مالی، نگاه غیر انسانی رو بردارم و با تمام آدم ها یکسان باشم، شاید آدم ها به مو برسن پاره نشن. همه ما یه زندگی سختی رو تجربه شاید کرده باشیم، شخصا خیلی از مشکلات زندگی به فشار اومده، خیلی از مسائل رو در زندگی تجربه کردم و الان 4-5 ساله به این باور رسیدم بزرگترین سرمایه من آدم های مختلفی هستن که بتوانن بهش به من اعتماد کنم، و این دستاوردی که من دارم تلاش میکنم و به راحتی هم از دستش نمیدم. الان هم که میبینید میام مثلا ساعت 12 شب لایو میذارم، هزینه میکنم، وقت میذارم، فقط و فقط به خاطر اولا خودمه، دوما این که بتونم یک مجموعه ای داشته باشم که بتونیم کمک کنیم کنار هم دیگه وضعیت رو بهتر کنیم، حداقل برای خودمون. الان ما حدود 20000 نفر مثلا حالا فالوور داریم از این فیلم، ما 10-11 هزار نفر حالا استوری ها ما رو نگاه میکنن، ولی مجموعا 1500 تا 2000 نفر آدم هستن که واقعا 5 سال با هم هستیم، واقعا اعتماد داریم در هر زمینه ای، طرف مهندس کامپیوتر، راننده تریلیه، چه میدونم توی بانک کار میکنه، انواع اقسام، خانم خانه داره، و هر شب تا جایی که بتوانیم این کار رو انجام خواهیم داد. و به امید خدا این پلتفرمی که حالا در موردش صحبت کردیم رو از 15-16 شهریور وقتی ران کنیم، یک کاریه که 2-3 سال وقت گذاشتیم با کمک خیلی از دوستان، این زیربناش رو ساختیم و این کمک خواهد کردش که یک، وقتی شما به یک انسانی سود میرسونی و
و کار اون باعث میشه به تو سود برسه، این دامنه بیشتر میشه. ولی من بیام یه کاری برای شما ایجاد کنم که شما حداقل ماهانه 7 8 میلیون 10 میلیون تومان بهتون درآمد برسه، یه کارهایی بعد انجام بدین که اون درآمد برسین، شما اعتماد بیشتری میکنین و این اعتماد شما با برنامه ریزی و با مطالعه که من دارم یواش یواش گسترش پیدا میکنه و این اعتمادی که شما میکنین باعث میشه که من بتوانم مسیر رو بهتر بر صورت قدم بردارم. و مهمترین عامل هم در نظم نوین جهانی گسترش دایره هاست. ببینید، من همیشه از یهودی ها، چون من کتاب های یهودی رو خیلی میخونم، اقتصاددان های برجسته یهود رو خیلی درباره زندگیشون مطالعه میکنم. ما تنها المانی که نداریم این اتحاد در جامعه ماست، اتحاد در به حال اون معدود یهودی ها در جهان. اگه شما ببینید یه مثل یک دایره به هم متصل هستن، ما هم داریم تلاش میکنیم از به حال نبوغ اون یهودی ها استفاده کنیم. ما هم داریم میایم یک دایره ای درست کنیم که در این دایره بنگاه های مختلف اقتصادی هستن که حیاتشون و سودشون در گروه بودن به حال بنگاه های اقتصادی دیگه ای هست. یعنی ما رقیب هم نیستیم، او برای من کار میکند، من برای او، و این باعث شده این اقتصاد هر روز قوی تر بشه. مثلا شما نگاه بکنید الان در برسای هر نقطه جهان بروید، مثلا مارک کوکاکولا رو همه میشناسن، مارک نسکافه رو همه میشناسن. این نبوغ اقتصاد یهودی هست. به جای اینکه بعضی موقع بیاییم اینا رو بهشون فحش بدیم، باید ازشون یاد بگیریم. ما تلاشمون اینه که حلقه افراد دور خودم رو بیشتر کنیم، به این حلقه سود برسونیم و با این سود رسانی کمک کنیم که سود خودمون هم گارانتی و تامین بشه. شما هم باید در زندگی یاد بگیرید در نظم نوین جهانی دیگر به تنهایی نمیتوانید وضعیت اقتصادی خودتون رو بهبود ببخشید. باید شراکت کنید، یکی سرمایه داره، یکی نیروی متخصص داره، یکی نیروی بدنی داره، یک سری توانایی انجام کار دارن. شما باید مجموعه قوی باشین. دورانی که منه که به عنوان مدیر هستم برم بالا پشت میز بشینم گذشته. من باید با کسی که برام کار میکنه اینه دوست باشم. شما نگاه بکنید شرکت‌های مثل متا، شرکت‌های مثل گوگل، دفاترشون رو ببینید، منم پنم ندارن. ما هنوز که درگیر منمیم. ما باید بدونیم آقا اون کسی که داره برای من کار میکنه باید بهش احترام بگذارم. منی که دارم به اون سود میرسونم اون باید به من احترام بذاره. انسان ها هم ذاتاً منفعت طلبم. من منفعت اون رو تامین میکنم و اون هم کمک میکنه منفعت من تامین بشه. زمانی هم اگر بخواد این بازی رو به هم بزنه خودش هضم میشه. ما الان در این کاری که داریم پیاده سازی میکنیم و پروژه بسیار بزرگی هم هستش، داریم به مردم سود میدهیم. نمیگوییم منتی هم سر کسی نمیذاریم. از کار اونها ما هم سود خواهیم کرد، ولی ما بیشترین هدفمون بزرگ کردن این حلقه هست. برای خیلی ها ماهی 6 میلیون 7 میلیون 10 میلیون اضافه به زندگیشون بیاد تفاوت بسیاری داره. برای خیلی ها حالا امیدوارم که این جامعه ما بیشتر بشه که دیگه درگیر در 15 20 میلیون تومان در ماه نباشه، ولی ما داریم این کار رو میکنیم با این بودجه‌ای که داریم. حالا شاید یکی بتونه در این کار ماهی 15 میلیون ماهی 20 میلیون در بیاره، نوش جونش. بعضی هم هستن ماهی 1 میلیون. ما این سود رو به مردم میدهیم، به مردم هم اعتماد سعی میکنیم اعتماد مردم رو بخریم. وقتی این جامعه 12000 نفری برسه به جامعه 1 میلیون نفری، من و شما بزرگ خواهیم شد. آن زمانی که ما هم میتونیم مثل دیگر بازی ها بشینیم سر میز معامله کنیم. این رو بدونید، میگم این بازی هستش که من خودم شخصا از با مطالعه زندگی یهودیان موفق بهش رسیدم. ایجاد همبستگی، ایجاد دوستان قوی، ایجاد اینی که اعتماد سازی بکنیم برای مجموعه خودتون و پشت هم باشیم. یعنی قدیما میگن، یعنی شما مثلا میخوای بری دعوا، خیالت راحت بشه اون طرفی که هستش تا آخر باهاته. برای موضوع ما در جامعه زندگی میکنیم که اعتماد از بین رفته و ما باید اعتماد سازی رو مجدد احیا کنیم. حالا من ظرفیتم 1000 نفره، شما 10000 نفر یا 100 نفره. اگر میخوای موفق باشی باید یک حلقه قوی کنارت باشه. فقط و فقط به جیب آدم ها نگاه نکن. خیلی آدم هایی که الان من تو این حلقه دارم شاید درآمدشون واقعا ناچیز باشه، ولی طرف نبوغ داره، توانایی کار داره. خوش اومدی آقا، بیا تو کار من، اینقدر تو درآمد داشته باش، ولی باید این خدمات رو تو من بدی. برای همین موضوع این مسائلی که من خودم سر لوحه کارام قرار دادم
من هم نقص دارم اینو مطمئن هستم، ولی در کنار شما، در کنار این حلقه و اجازه دادم به انتقاد کردن، الان این لایوی که گذاشتم شاید الان حالا اینترنت ضعیفه، حالا اینجا 40 نفر هستن، اونجا 100 نفر هستن، تو یوتیوب 15 نفر هستن، اینا همیشه اجازه دادن که طرف مخاطبت حرف بزنه، انتقاد کنه، در صورتی که شرایط انتقاد رو داشته باشه، در صورتی که ادب و نزاکتش رو رعایت کنه. این بر صورت این الگوریتم و این شاخصه کار ما در آینده است. خب دوستان، یک مسائل در مورد لبنان و جنگ حزب الله هم یک جمع‌بندی بکنیم و از حضورتون مرخص بشیم. الان که با شما صحبت میکنم، آخرین خبر رو که دارم مرور میکنم، تمام پروازها به فرودگاه بیروت فعلا کنسل شده. همونطوری هم که دوستان از قبل میدونن، ما گفتیم این اتفاق رخ خواهد داد، حسن نصرالله از این بازی جریان حزب الله باید کنار بره و همزمان با کنار رفتن جریان‌های افراطی اسرائیل هم باید کنار گذاشته بشن. خیلی‌ها پرسیدن جنگ به ایران هم کشیده خواهد شد. خیر، جنگ اسرائیل و حزب الله کاتالیزور بر صورت دولت پزشکیان هستش که در بحبوحه این جنگ دولت پزشکیان بتواند ساختارسازی‌های زیربنایی خودش انجام بده. الان هم که شما دارین میبینین که پزشکیان چسبیده و علی خامنه ای و هی مجازش علی خامنه ای رو میگه، چون دولت به حال دولتی بودش که آمد که بیت و جمهوریت رو حفظ کنه، یعنی با اون جریان هم با تمام ابزارش آمد، با تمام پشتیبانی‌های رسانه‌ای ایران اینترنشنال، پشتیبانی‌های دولت رسانه آمد، ولی این جریان چه اتفاقی افتاد. در این جریان اگر خبرها رو هم مرور کنیم می‌بینیم که به هر حال مجلس خبرگان هم دست به کار شده مثلا برای رهبری، ولی این دوران گذار هست. پزشکیان نه در قامت رئیس جمهور هست، هیچ کدوم از اینهایی که روی کار اومدن در قامت رئیس جمهور نبودن، تنها شخصی بود که میتوانست و بازی عوض شد قالیباف بودش که میتونست سریعا وضعیت اقتصادی ایران رو بهبود ببخشه، ولی خب بازی ها به گونه جلو رفت که قالیباف حذف شد، سهم خودش رو گرفت و کنار رفت. این رو هم حالا یه روزی زمانی که شد گفتیم که در اون چهارشنبه‌ای که در قبل از انتخابات، یعنی جمعه انتخاب بود، چهارشنبه در مشهد چه گذشت. ولی مجموعاً به شما عرض خواهم کردش که وضعیتی که شما دارین الان میبینین، این همش در بیت و اولین مصاحبه پزشکیان با بیت علی خامنه‌ای هستش و صحبت ها میکنه، اینها بازی رو پیش تعیین شده هستش و تمام مهره هم که داره میچینه به خاطر اینکه جریان افراطی ارزشی مقداری دهانشون بسته بشه. این جریان دولت کاتالیزور، من بهش میگم دولت کاتالیزور برای رسیدن به جمهوری جدید هستش. من پزشکیان رو حد اکثر 2 سال در قامت رئیس جمهور نخواهم دید. حالا این ممکنه به هر طریق شکل بگیره و ما تا سال 1404 تا پایان سال 1404 وضعیت جمهوریت ایران تغییر خواهد کرد و با اعلان مرگ علی خامنه ای و با تغییرات اساسی، با رفراندوم قانون اساسی، وضعیت ایران وارد فاز جدید میگه. ما ازش به عنوان جمهوری چهارم نام میبریم. اینها خیلی تلاش کردن که ایران رو ببره به سمت نظامیگری، به سمت برگشت به سلطنت، ولی خب تمام مهرهاشون از بین رفت و الان هم بازی داره به گونه جلو میره که با هماهنگی تمام جریان‌های داخلی این جریان داره به سمت میره. حالا در داخل خودشون رقابت‌ها هست، مهره‌گذاری‌ها هست، ولی هدف یکیه، هدف تعیین شده و برای همین دیدیم که سر انتخابات محمد جواد ظریف، محمد جواد آذری جهرمی و محمد جواد امام، 3 محمد جواد آمدن رأس کار، بازی رو درآوردن برای این و توانستن که گروه لابی مخالف رو کنار بزنن. الان هم دولت پزشکیان کابینه‌اش که چینده بشه، کابینه دولت گذار هست، یعنی کابینه خداحافظی رهبری علی خامنه‌ای از سیاست ایران هست و با اعلان مرگ یا استعفای خامنه‌ای ما دوران فاز جدیدی خواهیم شد که میتواند در یک برهه زمانی کوتاه حالا یه شورای رهبری باشه یا نه بریم به سمت اینکه رئیس جمهور بشه یا قدرت اول، یا بریم به سمت نظام پارلمانی. به هر صورت ما دیگر بعد از علی خامنه‌ای در داخل ایران رهبر نداریم.
قول این حرفا رو قشنگ چیز نخورین که آقا خامنه ای قراره مجتبی رو رهبر کنه، نه دیگر رهبر نیست در داخل ایران و ایران به عنوان یک نمونه تغییر و تحولات در داخل خاورمیانه باید به عنوان یک بازیگر مثبت کمک کنه به تغییرات تحول اساسی در کشورهای عرب و خاورمیانه که بتونن اونها از جریانهای پادشاهی عبور کنن و برن به جریانهای جمهوریت. حالا در داخل ایران شاید محتملا ما شاید نخست وزیر یا رئیس جمهور زن رو هم تجربه کنیم. اینایی که شاید الان بهتون میگم شاید مضحک باشه، ولی این لایف ها همیشه سیف خواهد شد و زمان ثابت خواهد کردش که چه کسی دید بهتری نسبت به آینده داره. بازی اسرائیل هم همینه. اینها طی 43 سال جریانی به نام محور مقاومت و هلال شیعی رو ساختن، الان هم دارن با دستای خودشون بازی میکنن. همزمان که نتانیاهو داره تضعیف میشه، جریان مقاومت هم از بین خواهد رفتش و بازی ها به گونه ای میره که همون جریان نرمالیز سازی ایران، اون 12 شرطی که پومپئو برای ایران گذاشته بود که به عنوان یک کشور نرمال بشه، تمامش داره انجام میشه. قوانین مالیاتی داره عوض میشه، FATF کاملا اجرایی شده، 50% FATF شاید هم بیشتر اجرایی شده، 1404 کاملا اجرایی میشه و الان شما اینها رو لمس خواهید کرد و بیشتر هم لمس خواهید کرد. حالا خیلی ها میتونن خودشون رو تطبیق بدن، خیلی ها نمیتوانن. برای این موضوع هستش که شما باید بدونید وضعیت در آینده چگونه خواهد شد، روی چه مهرهایی سرمایه گذاری کنید، روی چه کارهایی سرمایه گذاری کنید و از اون خواب خرگوشی، از اون اقتصادی که مبتنی بر خرید و فروش و دلالی و خوردن و خوابیدن بوده تموم شده. دیگر باید کار کنی. حالا خیلی ها تو ایران کار میکنن ولی خیلی ها هنوز در توهم اینن که آقا میام میپرسم آقا ارزهای دیجیتال چجوریه، رمز ارز چجوریه، همستر چجوریه. دیگر چنین چیزهایی نیست. اگر چنین چیزهایی بود بتونیم به این راحتیم، شاید بتوانید در یک برهه زمانی این کارها رو انجام بدید، ولی بازی ها داره عوض میشه. باید کار کرد، تخصص داشت و دانش داشت چه اتفاقی داره رخ میده. الان خیلی ها میان میگن آقا ترامپ اومده حمایت کرده از بیت کوین، شخصی که 3 سال پیش بیت کوین رو تقلب اعلام کرد الان اومده بیت کوین رو داره اعلام میکنه. چرا باید سرمایه های پول های اضافی این دلارهای امریکایی تبدیل بشه به یک هیچ ارز؟ رمز ارز یعنی هیچ. یک پولی رو شما در یک کیف پولی قرار میدین که ممکنه صبح نباشد. این دلارهای اضافی باید جمع آوری بشه و تبدیل به یک هیچی بشه. این پروسه روی آوردن پولهای اسکناسهای کاغذی رخ داد. زمانی که طلا معامله میکردن بعد یواش یواش طلا رو گذاشتن کنار، شد سفته، بعد اومدن اسکناس کردن. الان هم برای اینکه این حجم از اسکناسی که چاپ شده در سراسر سر جهان رو بتونن هیچش کنن و در اختیار خودشون بگیرن، مردم رو دارن میبرن به سمت رمز ارزها و اون کنترل بازی که اینجا حالا دیگر جایگاهش نیست در موردش صحبت کنیم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم بفرمایید، اگر نه که لایو رو جمعش کنیم. انجام علیکم، سلام، شبتون بخیر باشه. من یه سوالی داشتم در مورد این پروژه‌ای که انشالله قرار استارت بزنیم، که آیا افراد برای اینکه بخوام وارد این پروژه بشن احتیاج هست سرمایه گذاری خاصی انجام بدن، یا اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه حالا نمیدونم درصد سود بیشتری بهش تعلق میگیره یا نه، یا کلا هر بحثی با توجه به اون فعالیتی که انجام میده میتونه سودآوری داشته باشه؟ ببینید دوستان، اینجا ما بعدا اعلام خواهیم کرده. شما ببینید ما این یک هزینه ورود به این سیستم رو داره. شما مثلا حساب کنید شما میخواید یک کاری رو ثبت نام کنید، 4 تا کپی باید بگیرید. هر شخصی با کارت ملی و شماره ملی که داره و حالا اون خط تلفنی که به نامش هست وارد این پلتفرم میشه، یک هزینه ای رو واریز میکنه و از ساعتی که این هزینه تایید شد میتونه شروع کنه به درآمدزایی. شماره شبا یا شماره کارتش باید همخونی داشته باشه با کارت ملی به نام خودش باشه و به صورت یک روز در میون یا 2 روز در میون پول به حسابش واریز میشه بر اساس کارهایی که بهش محول میشه، به حساب همون بر صورت شماره ملی که ثبت نام کرده به حساب اون پول واریز میشه. کسانی که حالا ما حالا به دنبال سرمایه گذار هستن به عنوان این هستن که ما میتونیم این هزینه های رجیستر کردن افراد رو، اگر کسانی که بیان، چون ما 150 هزار نفر در واقع اول بیشتر توان نداریم که این کار رو انجام بدیم،
ما این 150 هزار نفر شاید ظرف 10 روز ثبت نام کنن، شاید ظرف 3 ماه ثبت نام کنن. برای این موضوع کسانی که میتونن این وچرها رو که به هر حال مثلا شما 1000 نفر دارید، شما میتونید وچر رو از ما بر فرض مثال ایکس مثلا منهای دو بخرید، خودت مثلا وچرها رو به دوستان عرضه کنی با قیمت خود، این میشه سود خودتون. و نهایتا افرادی که بتوانن فعالیت بیشتری و گروه‌های بیشتری رو همراه خودشون کنن، مطمئنا درصد سودشون بیشتر خواهد شد. گفتم سود این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که شما هر چقدر بیشتر کار کنی، علاوه بر اینکه خودت سود میبری، به من هم سود خواهی رسون. این یک اصلیه که در این کار رعایت شده. سوال دیگه که داشتم که آیا حالا 100% در آینده در موردش صحبت کنم، چون من یک سری افراد هستم که تو پیجم یورس یه اطلاع رسانی کردم خیلی در موردش سوال شد، آیا سنم مهمه؟ یعنی از سن خاصی این فعالیت رو میتونن انجام بدن یا نه کلا مهم اون شماره ملی و موبایلی هست با شماره حسابی که معرفی میشه؟ و این یک مورد دیگه این که دوباره بازم برمیگرده به سوال قبلی، اینی که شما گفتید یعنی پس با توجه به اینکه حالا شخص خودش میتونه فعالیت داشته باشه، گروه هایی که بتونه معرفی بکنه رو اونا دوباره خودش یه سود جداگونه بهش میرسه، درسته؟ بله. ببینید ما به سمت، چون به بر اساس قوانینی که ایران هستش، ما اگر این رو بهش بخوایم بست بدیم، میشه میره به سمت شرکت های هرمی و ما مالیات و مشکل خواهیم و جلوی کار میگیره. ما به صورت کارت های هدیه و هزینه هایی که جداگانه درخواست میکنه، این رو اعمال خواهیم کردش و اون کسی که بتواند، مثلا شمایی که 1000 نفر معرف داشتید، 1000 نفر دارن کار میکنن، شما میتوانید درصد بیشتری رو دریافت کنید. ولی خب این رو میگم به گونه ای ما هماهنگ خواهیم کردش که به سمت شرکت های هرمی نرود و به گونه ای باشد که به صورت مثلا حالا حساب کتابی یا به صورت حالا کارت های هدیه و اون امتیازهای ویژه‌ای که حالا مثلا پلتفرم با اسم میاد، مثلا پلتفرم نقره‌ای بعد میشه طلایی بعد میشه سیلور، ببخشید پلاتینیوم، اینا میتونیم یواش یواش افراد بیشتری ببریم. مثلا شما یک آدم عادی هستی، وقتی وارد سایت میشی مثلا هر دقیقه 1000 تومان شما این فعالیت انجام بدی دریافت میکنی، ولی اگر شما ارتقا پیدا کنی و فعالیت بیشتر باشه، شما میتونی هر دقیقه 2000 تومان به درآمد برسی. این بازی هایی هستش که در ادامه خدمتون عرض خواهیم کردش. در مورد پزشکیان فرمودید، بله پزشکیان کارگزار ذاتن کارگزاره، ولی خب خیلی از دوستان میگن خب مثلا فرقی داره کی رئیس جمهور بشه. همینی که جریان لومپنیس و این وزرایی که الان رأس کار بودن یه مش آدم نادان جاهل بودن، همین که دایرهشون عوض شد، بزرگ یکی از اینهایی که تغییر و تحول زیادی بها صورت خواهد گرفت. انقدری که تصمیمات اشتباه تو این جامعه تاثیرگذار بود، راندهای بسیار باعث به خاطر ندانم کاری این جریان به ایران وارد شد که قابل شمارش نیست. یعنی دولت رئیسی یکی از ضعیفترین، مفلوکترین و خائنترین دولت ها از زمان قاجار تا به امروز هست. یعنی ما نداریم از این آدم ها بی سوادتر، نادانتر، جاهلتر و مدعیتر. میگم این اصلا بی نظیره. یعنی یه نمونه مثل عبدالمالکی یا احسان خاندوزی وزیر اقتصادش، یا این نماینده هایی که امروز تو مجلس هستن با 40-50 هزار تا رای، دایره لومپنیس و احمق بودنشون. دیدید فقط و فقط دنبال این بودن که برن عکس بگیرن تو گل و لای بیان بگن ما رفتیم، رئیس جمهور رفته سفر کرده، وزرا رفتن این کارو کردن، رئیس جمهور باید بهترین ماشین رو سوار شه. مهم اینه که خدماتی که یک مدیر اجرا میده چیه، نه اینکه بیاین عکس نمایشی بگیریم. و به خاطر اینکه حامیانشون جریان احمق و لومپنی بودن، حامیانشون فکر میکردن این سفرهای استانی تاثیر داره، اینا میرفتن تو گل و لای مثل زاکانی که با کفش پاره چه میدونم با کفش گل و لای عکس میگیره فکر شاهکار کرده. این جریان روی حماقت مردم سوار بودن. شما حسابش رو بکنید، میاد اوندن تو هیئت دولت یا تو شهرداری عزاداری حسینی برگزار میکردن،
تو اگه دین و ایمان به گونه‌ای بود از وقت مردم خلق الله نمیذاشتی که بیای عزاداری کنیم. این جریان جریان احمق و ناکارآمدی بود. سایه شوم سه به زیر خاک دفن شد. یعنی شما نمیدانید هر کسی که جریان رئیسی رو حذف کرد نهایتا بر ماهیت این خاک و یک پارچگی این خاک تاکید کرد. رئیسی عامل نابودی ایران بود، عامل تغییر ماهیت و آوردن افغانی ها به ایران بود، عامل تشنج به ایران بود، عامل فساد در ایران بود. هر کثافتی رو که شما بگید از سال 1400 تا به امروز بیشتر شده. تمام قوانین 23 رو اجرا کردن، تمام به حال اتفاقهای بدی رو که در زمینه اقتصادی رقم زدن و در شرایطی که حساب کنید، من کاری ندارم دولت روحانی خوب یا بد، دولت روحانی دولتی بود که حالا ترامپ رأس کار اومد، داعش بود و کرونا هم بود. با اون وضعیت شما حساب کنید تا قبل از اینکه ترامپ بیاد تورم در داخل ایران تک رقمی بودش، نرخ دلار 3200 ثابت بودش. این مردک بی سواد که در کودتای روسی و کودتای اسرائیلی در داخل ایران اومد و علی خامنه ای عین یک بوز میش فقط نشست و نگریست و خب به قول خودشون خدعه کردن که چگونه میتونن جریان نابود کنن، بهترین کار رو دیدن که این جریان رو بیارن رأس کار، بهش قدرت بدن. و این ناکارآمدی و دیدیم که درگیری این جناها، به حال حمله کردن این جناها باعث شدش که اینها تضعیف بشن. برای همین موضوع حذف جریان رئیسی و پوپولیسم این تفکرات که امیدوارم که دیگر در داخل ایران شکل نگیره و روپا نایستن و افرادی مثل جلیلی یواش یواش از صحنه سیاسی و قدرت کنار برن، بزرگترین دستاورد بود. یعنی بدترین افراد در دولت پزشکیان که روی کار بیان، وضعیت از این بدتر نخواهد شد. خیر، زاکانی هم شهرداری نخواهد بود، زاکانی هم عوض خواهد شد و عرضم به حضور شما زاکانی هم طی 3-4 ماه آینده تغییر خواهد کرد. در مورد جنتی هم این بازش خیلی فراتره. ببینیم، ما در داخل ایران یک حکومت واحد نداریم، درگیری چند لابی هستن، امنیتی هستن، اطلاعاتی هستن و این لابی ها هستن که برای ایران تصمیم گیری میکنن. برای مظاهره یک زمانی هم اگر باز شد، وقت شد، در مورد این مسائل اطلاع رسانی خواهیم کرد که اصلا حاکمیت جمهوری اسلامی یک حاکمیت واحد نبوده و در دوگانگی چندگانگی شکل گرفته، مثل رهبری و ریاست جمهوری، ارتش و سپاه، وزارت اطلاعات سپاه و این دولت‌های موازی به خاطر نفوذ کشورهای بیگانه و دولت‌های اجنبی در داخل ایران بوده. ما هیچ وقت حاکمیت واحد نداشتیم در داخل ایران. خب دوستان، همونطور که میگم بحثمون این بود که اینجا دیگه جمعش میکنیم. فکر میکنم اولین حمله هم صورت گرفته، موازه توپخانه ای حمله با موازه حزب الله با به حال در مرز شمالی اسرائیل صورت گرفته. فکر میکنم جنگ به اون شدت جلو نخواهد، ولی حمله دردناکی خواهد بود و مطمئن باشین حسن نصرالله طی این چند ماه آتی حذف خواهد شد. حالا یا باید استعفا بده یا باید کشته بشه که یه دستاوردی باشه برای این جریان، چون به هر صورت این بازی ها باید تموم بشه. به هر صورت ممنون از شما که تا این موقع شب همراه ما بودین و به هر صورت من چند تا سوالم پاسخ میدم و از حضورتون مرخص میشم. ببینید، بله، خب به هر صورت کاری ندارم. شما اصلا رئیسی رو نگاه بکنید، یک آدمی که از نظر سواد و گفتمان مثلا با یک آدمی که حالا به هر صورت متخصص قلبه دیگه، شما تفاوت و دیدگاه ها نگاه بکنید. یک آدمی که اون یارو میومد میگفت پرپاگاند به پرپکانی و به پرپاگاندا میگفت پرپکانی، یکی میومد میگفت از حلقوم رهبری
فوری سری انقلابی یا در جواب یک کارگر زحمت کش میاد ازش میپرسه شما نهار خوردید، این رو شما با هر جوری، ما بدتر از رئیسی، ببینید ما همیشه فکر کردم احمدی نژاد من همیشه منفورترین شخصیت زندگی سیاسی من در داخل احمدی نژاد بود، یعنی حتی از خود شخص خمینی و خامنه ای این آدم منفورتر بود، هیچ وقت فکر نمی‌کردم از این جاهلتر و احمق‌تر کسی به وجود بیاد، ولی خب بالاخره اومد رئیسی بود که از احمدی نژاد چندین پله احمق‌تر بود، نادان‌تر بود. جریان‌های افراطی، یهودی‌های افراطی تلاش می‌کنن که کشور مبدعی که می‌خوان روش تسلط پیدا کنن با لومپنیس و جریان‌های آخرالزمانی روش نفوذ پیدا کنن، به جای اینکه بیاد کار انجام بده میاد مردم رو بدبخت می‌کنه، حرفای لومپنی می‌زنه، تلاش می‌کنه روی مذهب و شهادت به حال نفوذ بکنه، به حال گفتارش رو ادامه بده، ولی خب جریان‌های گلوبالیستی برعکسن، تلاش می‌کنن روی قشر متوسط به هر صورت مانور بدن و وضعیت اقتصادی رو مقداری بهتر کنن، ولی خب از رئیسی دیگر در به حال من نفکر بعید می‌دونم از رئیسی احمق‌تر کسی دیگر در دایره سیاسی خاورمیانه ظهور کنه. خب الان هم خبر اومده که دولت امریکا به بایدن، دولت امریکا به نتانیاهو توصیه کرده که وارد جنگ تمام عیار نشه، ولی خب بر صورت ما میدونیم که نتانیاهو بعد از سفر به امریکا مجوز حمله به لبنان رو دریافت کرده، این حمله محتملا شاید جنگ تمام عیار نباشه، ولی خب به حذف جریان حزب الله کمک بیشماری خواهد کرد. این خبر آخرم میگه اگر خدمتون باشم اینم بخونیم. و یه نکته دیگه که میخواستم بهتون بگم دوستان، ببینید من هم میدونم، ببین جریانی که الان روی کار اومده، پزشکیان نوچه مرندیانه، ببین مرندیان به حال طبیب بستر علی خامنه ای دیگه، مرندیان از زمان جنگ، از اول انقلاب بوده تا الان هم هست، مرندیان یکی از نوچه های مجمع جهانی اقتصاد سازمان بهداشت جهانیه و اون بود که اصلا باعث شد پزشکیان اصلا وارد جریان سیاسی بشه و امروز هم تمام بازیگردانی ها داره به گونه ای میره که افرادی میایند که تمام برصورت المان های گلوبالیستی رو در داخل ایران پیاده میکنن، طیب نیا یکی از مهره های اونه، جواد ظریف یکی از مهره هاشونه، ولی من هم اول بحثم خدمتون عرض کردم در حال حاضر این بهتر از جنگ تمام عیار و برصورت وضعیت نابسامانی هستی که در پسا جنگ و ممکن بود شکل بگیره و ما با یک جریان برصورت عقل محور خیلی راحت‌تر میتونیم مبارزه کنیم با یک جریان آخرالزمانی که هیچ گونه منطقی در رأس کارش نیست و تمامش رو نفوذ میده که مثلا شرایط رو مهیا کنه برای ظهور. برای همین گفتیم در این شرایط بهتره، و یعنی ما خودمون میدونیم طیب نیا چی کاره است، مرندی چی کاره است، خود پزشکیان جریانش چیه، برای همین ما میگیم یک پروسی، یک لایو، در یک لایو قشنگ خواهیم توضیح داد که در اپیدمی بعدی که شروع خواهد شد چه باید کرد چه باید نکرد، از نظر اقتصادی، از نظر اینکه چگونه افراد رو برشاد آگاه کنیم. موج اپیدمی بعدی ما تو آذر ماه یا دی ماه در سراسر جهان شاید شروع بشه، در داخل ایران هم حتما رخ خواهد داد، در این مورد صحبت خواهیم کرد، بعد به جنبندی برسیم که نه اطلاعات غلط خدمتتون ارائه ندیم. برای همین ما میدونیم آقا مرندیان کیه، طیب نیا کیه، وزیر کیه، ما دقیقا الان میدونیم چه اتفاقی داره تو ایران میفته. روز اول هم گفتیم ما رأی ما به پزشکیان، تبلیغ ما برای پزشکیان یک رأی سلبی بود، یک سعی بود که میدونستیم وضعیت از این بدتر نشود. شما فکر کنین همین الان تیم جلیلی رأس کار بودن، اتفاقهایی که در لبنان میفتاد، شاخشونه کشیدنهایی که رخ میداد و با این وضعیت، وضعیت ایران به سمت نابسامانی میرفت، وضعیت اینو که ممکن بود در مرزهای شمالی ما بحران ایجاد شد، مشکلات اقتصادی باعث مردم کف خیابان برسن و کلا اینا برای اینکه بخوان علی خامنه‌ای و کودتا کنن علیه جمهوری اسلامی و بازی خودشون رو بیارن رأس کار، وضعیت نابسامان میرفت. حالا تفکرات مصباح یزدی و این میرباقری و این نوچه های برصورت یهودی در داخل ایران کاملا مشخصه، ولی خب
در شرایط موجود شخص پزشکیان خیلی بهتر از شخصی مثل جلیلی بودش. اگرنه خب ما الان میدونیم طیب نیا کیه، IMF کیه، مرندیان چه جنایتی کرد با اون قطره فلج اطفال و اون سیستم کودک کمتر زندگی بهتر، و این بازی ها رو قشنگ میدانیم. ولی خب ما همیشه گفتیم هیچ وقت انتخاب 100% نداریم و نخواهیم داشت. دوستمون پرسیدن ببینید ما از شهریور به خاطر اون تعهد کاری و اخلاقی که داریم و به خاطر اینکه مشکل ایجاد نشه حضور خودمون رو در عرصه سیاسی کاملا تمام میکنیم و بیشتر تلاش میکنیم در به حال مسائل دیگر صحبت کنیم. خیلی حضورمون کمرنگ خواهد شد چون واقعا توانایش نداریم و یک فصل جدیدی از زندگی رو با دوستان جدید در یه سری از کارها آغاز کنیم کرد. ولی خب کماکان به سوالات شما مخاطبان پاسخ خواهیم داد در مورد مسائل نظم نوین جهانی، سند بی سی و اتفاقهایی که در جهان رخ داد صحبت خواهیم کرد، ولی دیگر به مسائل سیاسی و برصورت مسائل ایران دیگر وارد نخواهیم شد. تلاش میکنیم هر ماهی یکی یا دو بار لایو بذاریم و پاسخ دوستانی که حالا دوست دارن، حالا اطلاعات ما نیازمندشون، یعنی مطالب ما رو نیاز دارن، حتما استفاده کنن. خب ببین واقعا خیلی از کسانی که در پیج ما هستن اصلا مطالب ما بهشون نیاز نداره. خب ما اگر بتونیم، ما برای همین میخوایم پیج رو محدود کنیم، کلا بذاریم از این 17-18 هزار نفر بکنیمش 5000 نفر آدمی که واقعا نیازمند این مطالب هستن و حاضرن هزینه کنن بابت این مطالب. و خب شما وقتی یه سری چیزا رو برای خیلی رایگان در اختیارشون میذارین، خارج از فهمشون میشه و فکر میکنن شما وابسته به جناح گروهی هستین. ولی یه آدمی که تولید کننده است، وارد کننده است، صادر کننده است، دانشجو دنبال کاره و دنبال اطلاعات میگردی که به دردش بخوره و این تجربه نشون داده از این اطلاعات میتواند استفاده کند، رو در یک مجموعه خودمون داشته باشیم. زیاد به دنبال این شناخته شدن در فضای مجازی نیستیم و نبودیم، چون اصلا وقتی بخوای شناخته بشی باید سطح کیفیتت رو، سطح دانشت رو پایین بیاری. این هم اگر باشه پاسخ آخرین سوالمون بود دوست عزیزمون. خب دوستان در تلگرام اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که لایو رو جمعش کنید. دوستان در اینستاگرام اگر بفرمایید، ما اصلا کاری نداریم. الان چون دوستمون نوشته شما نباشید تریبون ها میافته دست امثال آرش. ببینید من این آدم رو نمیشناختم، ولی خب چند تا گروه پیام ازش دیدم، واقعا این آدم بی سواد و کلاشه. ولی ما نیازمند این هستیم ما حداقل بتونیم اون کسایی رو که جمع کردیم کنار هم دیگه بتونیم حداقل اطلاعات کافی رو بدیم. این مجموعه سرعت رشدش کم خواهد بود، ولی وقتی که رشد پیدا کنه به راحتی آدم ها از بین نمیره. یعنی این زمان طولانی خواهد بود، ولی این زمان ثابت خواهد کرد که چه کسانی درست میگوین صحبت میکنن. ما نه دنبال مسئله آخر زمانی هستیم، نه علم ستاره شناسی داریم، نه کفبینی بلدیم، نه جادوگریم، نه دعانویسیم، اصلا این چیزا رو هم بی سوادی نسبت به این مقاله. من کارم خواندن، نوشتن، فکر کردن، ترجمه کردن، شرکت کردن در کنفرانس های مختلفیه که نظرها و دیدگاه های مختلف و نظر اقتصادی سیاسی بتونم داشته باشم. وقتم بابت این تیزا میگذره، مطالعه کردن، رصد کردن 12-13 منبع مختلف خبری در رسانه، بالای 30-35-40 به حال خبرگزاری روس، عرب، فرانسوی در توییتر و تلگرام، اینها مسائلی که من دنبال میکنم و بر اساس شواهد صحبت میکنم. آن زمانی که ما درباره جمهوری چهارم میگفتیم کسی فکر نمیکرد، بعد الان که پزشکیان اومد همین میگن این خودش کلک خامنه ای بود. ما این گونه صحبت نمی کنیم، ما از قبل مسائل امروز رو خدمتتون عرض می کنیم و از الان هم داریم مسائل رو تا سال 2030 بهتون اطلاع میدیم که وضعیت چه خبر خواهد شد. این وظیفه ما هست که تا حد المقدور انجام بدیم، ولی خب ما هم یه توانی داریم، ما هم یک برصورت نیازی داریم که باید به اون نیاز هم
برصورت برسیم تا توانمون بمونه. برصورت در خدمتون هستم. دوستان در مورد مسائل بازارهای جهانی اجازه بدید که یک سر فرصت، الان تقریبا ما 2 ساعت در خدمتون هستیم، هم انرژی شما کم شده هم انرژی ما. در مورد مسائل بازارهای جهانی هم تلاش میکنیم تو 3-4 روز آینده، حالا منتظر میشیم مسائل لبنان تموم بشه، در مورد مسائل اقتصادی هم صحبت میکنیم. یکی دیگه از دوستان هم فرمودن در جنگ میان حزب الله و اسرائیل آیا ایران به کمک حزب الله نخواهد رفت؟ به صورت نیروی مستقیم خیر، ولی خب حمایت خواهد کرد تا هدف جنگ که همون حذف جریان لیکود از قدرت هست، اون حمایت ادامه خواهد داد. یکی دیگه از دوستان پرسیدن آیا حزب الله ایستادگی نخواهد کرد؟ بله حزب الله ایستادگی خواهد کرد، ضرباتی رو به اسرائیل خواهد زد، ولی تلفات طرف لبنانی بیشتر خواهد شد. این چیزای نرمالی که واقعا کاملا مشخص، یعنی چیز هر صورت شق القمر نیست، کاملا از شفا پیش مشخص شده بود. الان هم اگر ببینید وضعیت ایران رو، وضعیت بر صورت اتفاقاتی که در منطقه رقم خورده، داریم میبینیم که الان در نظم نوین ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل و مصر، اینها بعد در یک همپوشانی باید با هم دیگه کار کنن. دوران جنگ و ستیز و بر صورت اتفاقهایی که در 40 سال گذشته بود تمام شده. این جریان اردوغان هم تا 1-2 سال دیگه تموم خواهد شد و برسامون تایی گفتیم سال 2030 به بعد ترکیه وارد بحران اصلی خودش خواهد شد که اون بحران قومیتی هستش که ممکنه بعد از 6-7 سال آینده اون اتفاقاتی که گفتیم که ممکنه کردستانی ظهور کنه رقم خواهد خورد. ولی خب بگم الان تا سال 2030 ما داریم مطالب رو مرور میکنیم و در مورد صحبت میکنیم. دیگه بماند مسائل برای شب آینده. ممنون از شما که تا این موقع شب همراه بودیم. اگر سوالی جامون عذرخواهی میکنم ازتون و ممنون از محبتاتون. لطف میکنید، ما وظیفه است یه سری مسائل وظیفه است انجام بدیم. امیدوارم که به همدیگه اطمینان داشته باشیم، هوای هم رو داشته باشیم و من و شما به غیر از همدیگه هیچ کسی رو نداریم. یک بار دیگه هم گفتم به عنوان یک عضو کوچک از این جامعه ازتون خواهش میکنم در این بازار ناصداقتی، در این بازار دروغ و ریا، سعی کنیم با همدیگه، با آدم های دیگه صادق باشیم. یعنی جامعه ما جامعه از هم پاشیده است، جامعه هست که هر کی روی سوار میشه. انقدر دروغ تو جامعه برصورت زیاد شده، انقدر کانال های مختلف اخبار مزخرف میگن که ذهن جامعه مریض شده، ذهن جامعه درگیر شده، استرس میدن. شما سعی کنید یک فضایی رو ایجاد کنید، یک فضای آرامشی رو ایجاد کنید و واقعا اگر چیزی درسته رو پاش بیستید و اگر چیزی که اشتباه سرش مقاومت نکنید. این تعصبات علکی برای سر مسائل رو باعث میشه که ذهنیت مخاطب خودتون رو اذیت کنید. برای این موضوع میگم این اعتمادی که میتونیم ایجاد کنیم، من به شما، شما به من، باعث خواهد شد که خیلی از کارها به راحتی انجام بشه. خیلی از ماها در یه جاهایی به درد هم دیگه میخوریم که واقعا فکرشو نمیکنیم، ولی مهم اینه که این برصورت این تخم صداقت رو درست بکاریم، بذر صداقت رو درست بکاریم که زمانی که به حال نتیجه رسید ازش لذت ببریم. و یعنی خب ما هم میتونیم مثل همه دیگران باشیم، پکیج فروشی کنیم، دروغ بگیم، فقط دنبال شهرت باشیم و نهایتا بیایم بگیم آقا اول کامنت بذار، بعد بیا دایرکت، بعد بیا فلانجا. نه، این داستان ها نیست. ما نیازمند این نیستیم که حالا ما آدم غنی نیستیم، آدم پولداری هم نیستیم، نه خیر. ما مثل همه شما مشکلات خودمون رو داریم، بدهکاریم، طلبکاریم. زندگی ما مثل آدم عادی هستیم، نه به جایی وصلیم، نه تلاش میکنیم زیر پرچم کسی سینه بزنیم. تلاش داریم میکنیم این مجموعه و این نظمی که داره شکل میگیره رو، اطلاعاتی که داشته باشیم، این حلقه ها رو به هم متصل کنیم. از سودی که شما میبرید ما هم سود ببریم. این هدف ماست و در آینده این رو لمس خواهید کرد. ممنون از محبتتون، ممنون از اطمینانتون. امیدوارم که شب آروم و خوبی رو سپری داشته باشین، سپری کنید. ببخشید دیگه این شب من هم مغزم هنگ کرد. مراقب خودتون باشید، شبتون بخیر.